سلام و درود بر شما بینندگان ارجمند شبکه جهانی اندیشه در هر نقطه این کره خاکی که قادر به دریافت تصویر و صدای این شبکه هستید. فرامرز فروزنده هستم و برنامه نسیم شمال این ساعت رو به اتفاق همکارانم در بخش فنی تلویزیون اندیشه و میهمان گرانقدری که تا 3-4 دقیقه دیگر گفتگو رو با ایشون آغاز میکنم در خدمت شما بینندگان عزیز. امروز یک روز بسیار بسیار شادی بخش برای ملت ستم دیده ایران است. امروز روزی است که خمینی در واقع رخت از این جهان بربست و به سرای نیستی شتافت. مردی که مرتکب بزرگترین جنایات دوران معاصر در ایران شد. امروز ملت دربند ایران در دل خود از این موضوع شاد و دلخوش و مسرور است. بینندگان ارجمند، مهمان گرانقدر برنامه امروز شبکه جهانی اندیشه پژوهشگر و محقق معاصر، برنامه‌ساز ارجمند تلویزیون‌های 24 ساعته، مردی که شما همه با نظراتش آشنا هستین هستند، آقای بهرام مشیری. خیلی خوش آمدید. درود بر شما آقای فرزنده گرامی. درود می‌فرستم خدمت میسکی دوربین من و یکیست. بله، این دوربین شما. خدمت هموطنان و دوستان هر کجا که هستن. بله جناب مشیری، امروز مصادف است با سالمرگ خمینی. شما اگر بخواید قبل از اینکه وارد اصل برنامه بشیم در چند کلمه خمینی رو توضیح بدید در تاریخ ایران و پدیده خمینی و جمهوری اسلامی رو چه خواهید گفت؟ خمینی به گمان من یک آخوند یا ملایی بود که صاحب شجاعت بود در درجه اول و معترض بود، ولی فزون بر این دو چیزی نداشت در واقع. یعنی نه اندیشه برای مردم داشت، نه آزادی رو میفهمید، نه عرض کنم که دموکراسی رو میفهمید. این مرد یه آخوند ملای مکتبی بود که یه معترض بود، سابقه سیاسی داشت و بعد در خلایی که در مملکت ما ایجاد شد به لحاظ سیاسی، این آقا آمد و اون خلا رو پر کرد. در واقع مقدمات آوردن خمینی قبلا تهیه شده بود، یعنی با از میان بردن نهادهای سیاسی و احزاب سیاسی و روزنامه ها و تعلیمات سیاسی و بستن مجلس، همه اینا این خلل ایجاد کرده بود که
که لحظه سقوط رژیم که رسید، این آقا با ترفند و با دروغ و با قولهای دروغ و سخنان نادرست و تقیه و مصلحت سخن از آزادی گفت. بسیار مرد باهوشی بود از نظر اینکه فهمیده بود که چگونه قدرت رو به دست بگیره و چگونه مخالفین رو فریب بده. سخنانش در پاریس کاملا سخنان سیاسی بود، مطلق سخن از اسلام نبود، سخن از فقه نبود. وقتی وارد شد به ایران و به اون قبرستان رفت، یک سخنرانی کاملا سیاسی و متناسب با جو کشور انجام داد و بقیش هم شما میدانید. و بعد آمد و گفته بود من میروم قم و دیگه طلبه هستم، همین ها رو دروغ گفته بود. و بعد هم که در واقع همونطور که اشاره فرمودین بیشترین جنایات رو در عصر اخیر این آقا انجام داد و نام خمینی در واقع در تاریخ یک نام ننگینی خواهد بود به گمان من. این یک نامی خواهد بود در ردیف برای ایرانی ها، در ردیف نمیدونم چنگیز و تیمور و از در این رده خواهد بود. خب بله، به خاطر جنایات عجیبی که انجام داد و بعد میراثی که گذاشت. حالا شما اشاره فرمودید که این آقا مرده و خوشحالی هست، نه، میراث خمینی هست. تا زمانی که این میراث منحوس خمینی که جمهوری اسلامی باشه برجاست، واقعا جای خوشی نیست. زمانی جای خوشی است که این میراث ننگین اون که این قانون اساسی باشد که او به ملت تحمیل کرده، این واقعا به کنار برود و یک قانون اساسی در واقع دموکراتیک در جامعه حاکم شود و اثری از شیخ و ملا و آخوند و اینها در کار دولت و حکومت نباشه. اون روز نباید خیلی دور باشه، نیست؟ یعنی روز تاریخی نباید خیلی دور باشه. ممکنه به عمر من و شما برخورده. بله، 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 بله. ولی به هر حال بله. این دوره در این حال که خمینی و دار و دستش بر ایران حاکمن، یه نوع دوره رنسانس فرهنگی هم در ایران هست. بله بله بله، همینجوره. دوره بیداری فوق‌العاده است در ایران. بله. یعنی درسته که میراث خمینی مونده، ولی آقای مشیری مقاومت در مقابل این میراث در ایران فوق‌العاده زیاده. همینجوره. یعنی این وضعیت ما اصلا با کشورهای دیگه بله در درست. منطقه خاورمیانه اصلا قابل مقایسه نیست. درست می‌فرمایید. در زمینه‌های مختلف. همینجوری که می‌فرمایید. جان مشیری، برگردیم سر بحثی که امروز دلیل حضور شما در تلویزیون اندیشه است و معرفت کردید و تشوردید، و اون بحث ادامه بحث ماست در جلسه اول در زمینه هویت ملی ایران و مسئله حقوق ملت در یک قانون اساسی پیشرفته و مدرن. امروز ما میبینیم که قدرت‌های بزرگ عوامل خودشون رو در نقاط مختلف تحریک میکنن و زمزمه هایی در مطرح میکنن دلالت بر اینکه ملتی به نام ملت فارس تمام این اقوام ایرانی رو زیر سلطه خودش قرار داده و به هر حال سبب تضییع حقوقشون شده. زمزمه هایی برای تجزیه ایران رو مطرح میکنن. من میخواستم که شما توضیح بدید اولا چگونه این ماجرا رو میبینید؟ آیا ملت ایران یک کشور چند ملیتیه یا یک ملت به نام ملت ایران؟ اون چه که ما داریم میبینیم، آیا این درسته که حقوق عادلانه رو برای همه مردم ایران میبینیم؟ آیا زمزمه هایی مثل فدرالیسم و خودمختاری اینها مقدمه تجزیه کشور ما نیست؟ بله آقای فرزنده گرامی، اجازه بدید یک مطلبی رو من جلسه پیش خدمت شما گفتم. سخن از رنگ سیاه شد. بله. و من اشاره کردم به رنگ سیاه اسلام. بله. و پرچم عربستان سعودی که البته سبز، مقصود من پرچم اسلام بوده که از ابتدا سیاه بوده، یعنی رنگ سیاه رنگ اسلامه. و اولین باری که پرچمی از اسلام برافراشته شده زمانی بوده است که این مهاجرین حدود 70-80 نفر مسلمانان نخستین که از مکه به مدینه آمدن، اینها در واقع خیلی مستر بودند به لحاظ غذا، حتی غذا نداشتن بخورن. این است که مجبور شدن به راهزنی. اولین گروه راهزنی که
فرستادن که کاروانی رو سرقت بکند سعد بن ابی وقاص بوده با یک پرچم سیاه، یعنی یک پارچه سیاه بستن. لطفاً پرچم های اسلام رو دوستان اتاق فرمان نشان بدهند، چند پرچم اسلامی ببینیم که رنگ اسلام سیاه هست. بله ملازم فرمایید. تمام اینها یک کمی بله کلوزب و اون یک شمشیر، بله، و پایین تر هم ده ها نو، بله همه مشکی سیاهه. بله تمام اینا سیاه بوده در تاریخ و اینا وقتی حرکت میکردن با این پرچم سیاه بوده و ابتدا پرچم هایی که در همین عربستان بود سیاه بودن، بعد حالا به رنگ سبز. مقصود این که این رنگ سیاه در واقع میخوام عرض کنم که جمود و خشکی باطن دین رو نشون میده، یعنی جایی برای عرض کنم که رقت حس باقی نمیگذاره، یعنی شما خیلی خیلی باید جامد و خشک پیروی بکنید. این رنگ سیاه نشانه آن است. مطلبی که فرمودین در موضوع هویت که پیش از این خدمت شما بودم، یه مطلب چندین مطلب مختلف رو شما اینجا ذکر کردید. بله اینها در واقع یک بحث خیلی خیلی مفصلی رو طلب میکنه. اجازه بفرمایید در موضوع هویت. بله خیلی ممنون عزیزم، متشکر. بله اینا در موضوع هویت، البته بحث ما چون ناتمام ماند، یک چند سخنی در باب این قضیه هویت خدمتتون عرض کنم. و عرض کردم که هویت ملی که میگوییم عبارت از مشترکاتی است که بین همه ما هست، یعنی ما ایرانیان به اون شناخته میشویم در طول تاریخ توسط بزرگان، توسط در واقع حوادث بزرگ تاریخی، آثار بزرگ تاریخی، فضلا، شعرا، اینا همه از ما بودن. بنابراین اینها جزء هویت ملی، عادات و رسوم، طرز نشستن و برخاستن، سخن گفتن، همین دست ها رو ضمن سخن تکان دادن، اینا همه جزء هویت ماست. حالا این هویتی که عرض کردم بسیار مهم هست، میتواند که این هویت در مواقع ضروری و در تنگناهای تاریخی کشور رو نجات بدهد. وقتی که این رشته های به هم پیوسته، ما نسبت به ایرانیان حس برادری داریم همه با هم، به خصوص وقتی که این حوادث ناگوار روی نماید که ما با یک دشمن خارجی رویارویی شدیم. بنابراین در قضیه هویت این موضوع خیلی مهم است. و موضوع دیگری که مهم هست این است که برخورد استعمار با هویت ملی و محلی عرض کنم که کشورهایی که برخورد میکردن به گونه ای بود که این هویت رو کمرنگ بکنن. نخستین کاری که میکردن حمله به زبان بوده. مثلا شما این را کنید به کشور آفریقایی، اولین کاری که میکردن انگلیسی ها، فرانسوی ها، این است که این زبان رو جانشین بکنن، به جهت اینکه وقتی ما به زبان محلی صحبت میکنیم خیلی حس نزدیکی بیشتری داریم تا یک زبان به زبان خارجی. و بعد عادات رسوم اینها رو، در هندوستان هم چنین بوده. البته این نیست که بگوییم که حالا همه سنن زیبا بوده، همه نمیدونم اون چی در هویت ملی بوده خوب بوده، اما با کمرنگ کردن هویت ملی میشد که در دستگاه استعمار رو گسترده تر کرد. با کمال تعجب خدمت شما عرض کنم که در این آفریقا، بچه های آفریقا که آمریکا میان، چند نفر من دیدم که حتی نام های آفریقایی اینها رو برداشتن، کلمات انگلیسی بر اینها گذاشتن که اصلا نام نیست. من آفریقایی دیدم be here, go there, نمیدونم you can do، اینا نام های آفریقایی است که انگلیسی ها گذاشتن برای بیشخصیت کردن اینا. این است که در موضوع هویت مرحوم بازرگان و علی شریعتی سخن از تعصب میکردن، میگفتن که تعصب چیز خوبی است. تعصب در واقع فکر میکنم در برداشت لغت اندک اشتباهی شده بود. تعصب چیز بدی است. این موضوع غیرت بود که چیز خوبی بود و از زبان آقای شریعتی و بازرگان میگفتن تعصب چیز خوبی بود، چون بعضی جاها در واقع این تعصب رو با غیرت اشتباه گرفتن. این است که این دو سه موضوع بود که خواستم خدمت شما، زمینی که شما نویسندگی میکنید
با هم صحبت. شما باید با من صحبت کنید. اگه بنویسندی کنید من حرفم یادم میره. یادتون میره؟ بله بله. بسیار خوب. چون پیدا شما کار خودتون میخواید، میخواید من کار خودم بخونم. نه بخونم. من بعضی وقتا شما هستی که از فرمایشات شما یادداشت بردارم. بله بفرمایید. فرمایش شما رو قطع نکنم. بفرمایید مطلب رو بفرمایید شما. برگردیم سر مطلبی که در آغاز توضیحاتم از حضورتون خواستم و اون مطلب این بود که این زمزمه هایی که هست، این ملت فارس، بله، چون میبینیم ما اینو به کرات به کار میبرن، اصلا یک واژه‌ای رو میخوان جا بندازن به نام ملت فارس، میخوان بگن که در دورانی که قبل از، یعنی تا زمان جمهوری اسلامی، حکومت حکومت تهران بوده بر کل ایران و این زمزمه ها برای اینکه خودمختاری و فدرالیسم، آیا فدرالیسم یه چیزی است که در یک کشور در هم تنیده ای که از نظر تاریخی این کاملا در هم بوده، از نظر تاریخی اصلا معنا داره؟ ما صحبت از چی میکنیم؟ بله. اگر حقوق تضییع شده ملت رو داریم صحبت چو میکنیم، این حقوق نباید برای همه ملت باشه. بله، خدمت شما عرض میکنم که این سخنان به نظر من لا طائل و سخنان باطل، اینها کاملا جدید هست. این کاملا جدید هست، یعنی وقتی که رژیمی بر کار هست، بله، رژیمی در کار است در تهران که جز ستمگری و جز سرکوب چیزی نداره، بنده که بلوچ هستم در بلوچستان یا اهل سیستان هستم یا اهل آذربایجان هستم، در اونجا نشستم، میبینم که آزادی که ندارم، روزنامه که ندارم، انتخابات، هیچ حس مالکیتی بر این کشور من ندارم. یک عده ملا از قم یا نمیدونم خامنه آمدن نشستن، اگر منم جای اونها بودم همه حرفا رو میزدم. البته گفتم آقا به من چه ربطی داره که در تهران چه میگذره. من میخوام خدمت شما عرض کنم که در این دورانی که گذشته از روزگار مشروطه، این حکومت های تهران که آمدن یکی پس از دیگری مستبدین، اینها در اندیشه مردم البته نبودن. اینها نگاه میکردن در کدام شهر ایران ثروت هست، در کدام شهر ایران آب و هوا خوب هست، در اونجا زمین ها رو بگیرن یا بخرن و در تهران طرح بکنن یا به خارج سفر کنن. ما ندیدیم یکی از این حکام ایران یک سری بزند به سراوان، بلوچستان و سیستان، مناطق محروم کردستان. ما هنوز در بلوچستان در هر کیلومتر مربع 3 تا 4 تا آدم داریم زندگی میکنه. 155,000 کیلومتر مربع بلوچستان، هر کیلومتر یعنی اینقدر عقب افتاده و توسعه نیافته است. بنابراین سیستم ها در کشور ما از روزگار مشروطه به این سو مردمی نبودن. یعنی در حالی که ایران کشور ثروتمندی بوده و ذخایر نفتی رو به فروش گذاشته، این در جیب عده‌ای معدود رفته. آقای فروزنده گرامی، توجهی نشده. یعنی شما نگاه کنید به شهرهای ایران، آقا در این مناطق محروم چه کار انجام شده، در کردستان اینها چه کردن، در بلوچستان تا عصر جدید فکر میکنم مدرسه هم نبود، یعنی دانشگاه هیچ نبود، هیچ توجه نبود، به جهتی که میگفتن خب اینجا که درآمدی برای ما نداره، یه جای پرتیست رهاش کنید. یا همون جنوب ایران شما نگاه کنید، میبینید که از حکومت مرکزی اونچه توسعه نامیده میشه و تمدن در این گروه خبری نیست. اینها حق مردم هست که معترض باشن و قصد علاهازا این است که تهران نشینان خود نقشه میکشیدند، خود گویی و خود خندی، عجب مرد هنرمندی، بودجه مملکت در دست یک نفر بوده در هر مقطعی. در زمان رضا شاه دست او بوده، در زمان محمد رضا شاه فقط دست او بوده، در زمان خمینی در دست آیت الله خمینی است. معلوم نیست ثروت مملکت کجا خرج میشه. یعنی به هوا و هوس، هوا و هدر شد این بودجه ها. به هوا و هوس اون شخص دیکتاتوری که در اونجا نشسته بود بودجه ها رو به نفع خودش فکر میکرد که مملکت چه چیزی احتیاج داره. یعنی او تصمیم میگرفت که آقا مملکت چه چیزی احتیاج داره، در حالی که قرار نبود چنین باشد. قرار بود که مجلس ملی باشد، قرار بود که آزادی باشد، قرار بود که انتخابات باشد، قرار بود که در واقع تقسیم به سویه ثروت باشد. قرار غیر از این بود. بنابراین استبداد بعد از استبداد ما رسیدیم به امروز. خب ما عرض کنم که اگه شما بلوچ باشین یا یک آذربایجانی باشید در نمیدونم پارس‌آباد، ببینید که بچه‌هاتو بردن کشتن به خاطر اینکه نمیدونم معترض دستگاه دولت بود، از این سخنان مطرح میشه.
اینها در واقع به قول کلیشه معروف چیزهای گریز از مرکزه. اما به لحاظ تاریخ اگر نگاه کنیم، این سخنان سخنان لاتعایل و باطلی است که فارس ها آمدن لغت اختراع کردن، پان فارسیسم. آقا پان فارسیسم یعنی چه؟ بله فارس ها به ما ستم کرد. شما چه میگویید؟ ما میگوییم که ما ترک هستیم، از بیخوبون ترک بودیم، فارس ها به ما حکومت کردن. این سخن به طور کل از نظر تاریخی چون بیشترین سر و صداش در آذربایجان آقای فروزانی کاملا باطله. عرض میکنم چرا. اول اینکه حکومت های ایران از زمان برافتادن آل سامان که ایرانیان بودن در خراسان تا احمد شاه قاجار دست ترکان بوده، در واقع دست فارس ها نبوده. توجه ندارن بعض هموطنان که آقا حکومت های ایران یکی پس از دیگری سلسله های پادشاهی از غزنویان و بعد سلجوقیان و خوارزمشاهیان و حکومت های مغول و تیمور لنگ بگیرید تا زمان احمد شاه، اینها همه کی بودن؟ آقا ترکان بودن، ترکان بودن ولی سرزمین حاکم بودن. و بعد هم در تمام این دوره های تاریخی که ما نگاه میکنیم یک کریم خان زن ما داریم که این فارس بوده به قول معروف، یعنی زبانش پدریش فارسی بوده و عرض میکنم تبارش ایرانی بوده. و بعد میرسیم به رضا شاه، یعنی بقیه همه دست ترکان بوده. یعنی اگر توسعه زبان فارسی بوده دست ترکان بوده، اگر کشت و کشتاری بوده به دست ترکان بوده، آبادی اگر بوده به دست همونا بوده. بنابراین مملکت دست ترکان بوده تا عصر جدید. یعنی بعد از کریم خان رضا شاه تنها آدمی است که ایرانی است و زبان فارسی صحبت میکنه، گرچه ایشون زبان ترکی هم گویا صحبت میکرد. و عرض کنم که بنابراین این سخن که پان فارس بودن، فارس ها آمدن، ما ندیم فارس قتل عامی بکنه در جایی. شما شنیدین آقا؟ ولی ما شنیدیم که ما دیدیم که مغول ها که شعبه خود از ترکان هستن تمام دنیا رو قتل عام کردن تا مرزهای لهستان. تیمور لنگ آمده در طی دو دوره حمله های 7 ساله مملکت ما رو خراب کرده. یعنی در واقع اون چه باقی مونده بود از حمله مغولان او تکمیل کرده و خراب کرده، اصفهان رو قتل عام کرده، سبزوار رو قتل عام کرده، اینا ترک بودن. بنابراین این سخن باطل و لاتائل که فارسی پان فارس ظلم گفته. و میخوام خدمت شما عرض کنم که تا اونجایی که به زبان ترکی مربوط هست تا اوائل قرن چهارم اثری از زبان ترکی در آذربایجان وجود نداشته. اینا نشانه تاریخیش در دست هست. یک محقق بزرگ تبریزی این رو به ما نشان داده که آقا نخستین دسته ترکان به حدود سال 420 تا 430 که اینا قزان بودن که محمود غزنوی هجری قمری بله بله هجری قمری که محمود غزنوی آورده بود استفاده نظامی میکرد، چون از ترکان استفاده نظامی میشد، زبان ترکی زبان ارتشی بوده، اینها رو میفرستد به اصفهان. این داستان چندین بار عرض کردم چون حقیقت تاریخی است، عرض میکنم بچه‌ای که نمیدونن بدونن. اینها رو میفرسته به اصفهان و کرمان، نامه مینویسه به حکام اونجا که اینها رو بکشید، قتل عام کنید. اما اینها بسیار شجاع بودن، یک کسی خبر داد اینها به طرف شمال حرکت کردن. اولین دسته های ترک زبان آمدن به آذربایجان به حدود بین 420 تا 430 و در اونجاست که تبریزیان بیشترین دفاع رو از تبریز در مقابل ترکان کردن. وحسودان پادشاه منطقه به کمک و قصاید قطران تبریزی در جنگ سراب اونجا هست که اینا زبان زیبای پارسی صحبت میکردن همه مردم. و بعد اینا نخستین ترکان هستن. بعد دسته دسته اضافه شد و بعد روس ها هم در قرن هشتم ترک ها رو از مملکت خودشون بیرون کردن. اینها ها آمدن به منطقه ترکیه امروزین و دستجات به ایران. و بعد مغول ها آمدن و بعد تیمور آمد و بعد حکومت های قراقالوی و آقایونلو و اینها روی هم رفته زبان محاوره مردم یک نوع ترکیه ایرانی شد که یک در واقع التقاطی است از زبان لغات عربی و فارسی و زبان ترکی. این است که این سخنان لاتائل که یک عده من میخوام بگم خائن به مملکت با اجازه شما از فراسوی عرس با توطئه اسرائیل و دیگران دارن انجام میدن به لحاظ تاریخی اکثر باطل و سخن دروغی است و هیچ گونه ارزش تاریخی نداره. این تا اونجایی که به آذربایجان مربوط میشه، در اونجایی که به بلوچستان و سیستان اینها مربوط میشه که اینها اجزای لاینفک ایران بودن از روزگار قدیم و ندیم و ما یک ملت بیشتر نداریم. آقای فروزنده ملت‌های ایرانی ما نداریم. این سخنان نادرست رو
مغرضین به میان انداختن، ملت های ایران نداریم. آقا ما اقوام مختلف ایرانی داریم در مملکت ما زندگی میکنن و روی هم رفته ملت ایران رو تشکیل میدن. این تنوع و تلون که در ایران هست همیشه بوده، همیشه بوده، از روزگار قدیم بوده و همه خودشون رو شهروند ایران میدانستن و زیر سایه عرض میکنم که امپراتورهای ایرانی همینها بودن تا به امروز و امروز هم هستن. امروز به واسطه سیاهکاری های جمهوری اسلامی در زمینه سیاست داخلی و سیاست خارجی که شر انگیزی و ماجراجویی است، البته دیگران رو وادار میکنه که توطئه ها بکنن. امروز مثلا کشور اسرائیل گفته است اصلا ما با آذربایجان از قدیم دوست بودیم و رفیق بودیم و خیشی داریم و در اونجا بساط جاسوسی و توطئه علیه ایران دارن انجام میدن و این سخنان رو به وارد مملکت میکنن. ناراضیان هم به اینها دامن میزنن. اما فکر میکنم اگه شما در تبریز یک آماری بگیرید که آقا جدای طلبا چند نفرن، تعداد اینها بسیار زیاد نیست. این موضوع عرض میکنم که ملت ها که میفرمایید ما یک ملت داریم، ملت ایرانه. جغرافی های ایران رو ما از روزگار هخامنشی و عرض میکنم ساسانی و غیره، حتی در زمان همین حکومت ترکان میگیریم، مملکتی بوده که به همین وجه که ملاحظه میکنید اندکی کوچک شده اما بوده و امروز هم هست. بنابراین ما ملت های ایرانی نداریم، اینا رو اینا اختراع کردیم. یک ملت داریم به اقوام مختلف. من در یک مورد با شما تفاوت نظر دارم و اون در مورد استدلالتون در مورد این است که در دورانی که شما میفرمایید دوران استبداد و استبداد هم در ایران بوده، بله، در واقع منابع مالی کشور بر اساس خواست مستبدین در کشور توزیع شده. بله همینجوری. این در بخشایی از منابع کشور درسته ولی عمومیت نداره. کجاش درسته؟ عرض میکنم خدمت بنده 20 سال، حدود 20 سال از سابقه کار من در سازمان برنامه ایران هست و در چندین برنامه عمرانی ایران حضور داشتم. برنامه سوم، چهارم، پنجم و ششم عمرانی که تدارک دیده شده بود ولی به مرحله اجرا نرسید. یه بخش هایی بود جناب مشیری که این بخش ها مثلا فرض بفرمایید در مورد ارتش، اینا مطلقاً سازمان برنامه هیچ کنترلی بر اینها نداشت، هیچی نداشت. اما در مورد بخش هایی مثل بهداشت، درمان، آموزش و پرورش، فرهنگ و هنر و بخش های اجتماعی به طور کلی و بخش های مربوط به توسعه و عمران شهری قاعدتا نفوذ بود ولی در واقع میخوش شود گفت بخش عمده ای از این بودجه کار کارشناسی میشد و توزیع میشد. و یه نکته هم عنایت بفرمایید آقای مشیری و اون این است که ایران یک کشوری بوده با 60,000 واحد زندگی روستایی، یعنی 150 نفر، 200 نفر در یه جایی زندگی میکردند، اسم این ده بود و اینا از یه حقوق انسانی برخوردار بودن. در توسعه اقتصادی جناب مشیری شما نمیتونید خدمات و سرویس رو تا این حد پخشش بکنید، اصلا عملی نیست. بله. به همین جهت در توسعه اقتصادی بعضی از این قسمت ها فدا میشن. بلوچستان سیستمی که اشاره میفرمایید یک وضعیت خیلی خاصی داره. بله. بعد از اون قرارداد رود هیرمند و این حرفا وضع به مراتب وخیمتر شد. بله. میخوام بگم که این به اصطلاح عدم توسعه در بعضی از مناطق ناشی از این است که شما بعضی از نقاط رو نمیتونید بهش برسید. وقتی فاصله دو تا ده از هم 100 کیلومتر ولی شما چجوری میخواید پزشک رو به این حرف نه برسید؟ اجازه بدید آقای فرزنده، اجازه بدید عرض کنم. اتفاقا اگر از اول تا اونجا که به بودجه مربوطه، ما در روزگار رضا شاه اعظم بودجه حدود 50% یا 40% بودجه قرار بوده به ارتش برود. بعد که لیست ها رو بررسی کردم 18 میلیون چون شما مطرح کردید عرض میکنم بله. اون 18 میلیون لیره ای که قرار بهشون تفنگ بخره 3 میلیون و نیمش خریده بود، بلمندش بقیهش کجا رفت؟ و قص الهازه، یعنی ایشون هیچ موقع حتی در زمانی که آقای دکتر میسپا اونجا بود هیچ مسئولیتی در باب بودجه در مقابل ایشون نشون نمیداد و رأسن و شخصا ایشون کار میکرد. یعنی اون چی که ایشون میخواست انجام میشد، اون چی... یعنی
منظور عرض من این بود که مطلقاً مجلس ایران کاری نبوده در این قضایا. مرکز قدرت تصمیم میگیره بودجه کجا بشه. در سال 1975 یا 74 11 میلیارد خرید اسلحه ایران بوده از خارج در زمان محمد رضا شاه، 11 میلیارد دلار، در حالی که کل بودجه دفاعی انگلیس 10 میلیارد دلار بوده. خب حالا شما بفرمایید ببینیم با 11 میلیارد دلار چه میزان آبادی میشود انجام داد. و دیگر اینکه اون چه قرار بود، اون ساختاری که قرار بود از ملت نمایندگی بکند و بگوید کجا چه میخواهد، مجلس ملی بوده. این مجلس که تعطیل شده بود آقای فروزنده، من متوجه هستم شما چی میفرمایید. میگفتن که دهات کوچک رو باید براندازی بشود و اینها تجمع ها به وجود بیاد. این فلسفه اون روزگار بود که شما فرمایید. امروز من میبینم آخوندها در همون دهاتی که شما میفرمایید نمیشد، گاز کشیدن، برق کشیدن، تلفن گذاشتن، همه کارهایی که اونها میگفتن نمیشود آخوندها دارن انجام میدن امروز. نه، برای اینکه زیربناش در اون دوران گذاشته شده بود. نه آقای فروزنده، این مغلطه رو کنار بگذارید. نه مغلطه نیست. 27 سال بود دیگه. آخه اینا زیربناش گذاشته بود یعنی چه؟ اینا هر یه لوله رو شما بخواید بکشین پروژه است، باید کار بشه، باید شک نیست. میگه هر چی اینا مغالطات سلطنت طلبات شما میفرمایید. یعنی اینکه اون دهاتی که من میدونم. نه نه این مغالطه رو اونا میکنن. یعنی این دهاتی که بودن کوچکترین توجهی به این مردم نشده بود. مردم پیر میشدن، اگر کسی پسری داشت که نون اینو بده میداد، اگر نه این پیر که میشد کور میشد، علیل میشد، هیچ کی نبود به این پیر مرد رسیدگی کنی، میمردن. آخونده اومدن بیمه دادن، پول میدن، برق کشیدن، راه کشیدن، اینا بوده. یعنی چی زیر بنا بوده عزیز من؟ کار کی انجام داد؟ آخونده، همین آخونده معلوم آسفالت از گلپایگان تو منطقه که من میشناسم تا اون دهات شیشته عربستان که اسمش عربستان و عربستان نیست، اینجا هایوه خیلی خیلی مرتب تا اصفهان و بعد قدم به قدم گاز، قدم به قدم سد ساختن همین آخونده ملعون. ببینیم اونجا کجا رفت. ببینید این... شما چون کارمند بودید اجازه بدید به قضایا رو خیلی جزئی و ظریف اینها نگاه کنید، ولی وقتی شما رپورت ها رو بخونید کلی که این قضایا چه میشده، بودجه نفت کجا رفت، هیچ کس به این مردم ایران یه بیلانی تا امروز صادر نکرده که آقا نفت اینقدر فروش رفت، اینقدر به کدوم مصرف رسید. هیچ کدوم دیکتاتور این کار نکردن. دیکتاتور میاد مینشینه اون کاری که خودش دلش میخواد به نفعی خودش دلش میخواد اونجایی که دلش میخواد پول ها رو خرج میکنه. حتی علم اجازه بدید، علم بعد از دست رفتن هیرمند در منحوض سیستان در خاطراتش میگه من به قدری متاثر شدم، حالا رفتم و عرض کردم که قربان آخه این هیرمند رو ما نمیتوانیم اینجور که شما دادید بدیم به افغان. گفت برو قصه نخور علم، این درآمدش در سال به اندازه یه ساعت نفتم نیست. علم میگه آمدم در هتل، یه خانمی اونجا با خانمی بودم که فرانسوی بود، من گریه میکردم، این خانم نمیدونست من چمه ولی اونم با من گریه میکرد، چون میدونه علم در 19-20 سالگیش اونجا فرماندار بوده، در رودخانه اونجا شنا میکرده فلان. گفت آقا ما نمیتوانیم به هیرمند پول نفت، همش تکیه پول نفت. پول نفت کجا خرج میشد؟ بیشتر در کنتراکت ها، در خرید اسلحه و در واقع دفاع کشور. من میخوام به شما عرض کنم که این 70 اندی F-14 که خریده بودن، مخارج اینا قرار بوده که 1 بیلیون دلار بشود. وقتی که فرودگاه ها ساخته شد و در واقع نهادهای پیوسته به این F-14 بودن، 2.5 بیلیون خرج مملکت شد. این است که نفرمایید که بودجه ها به حساب، بودجه ها بی حساب بود، مجلس ملی نبود، نیازهای جامعه رو مجلس باید عرضه میکرد، دولت بودجه تعیین میکرد، کسی نبود که نیازهای مردم بلوچستان یا کردستان رو عرضه بکنه. و نفرمایید که مملکت یه جاهایی بود جناب نمیشد. جناب مشیری ببینید، من نمیخواستم بیام سر این بحث، ولی حالا که اومدیم خوبه این بحث رو انجام بدیم. بفرمایید. اولا ایران بعد از هند پرسابقه ترین کشور آسیایی بود در زمینه برنامه ریزی. این سابقه طولانی برنامه ریزی رو داشت. دو مطلبی که باید بهش عنایت بفرمایید، این مطلبی که الان شما نگاه میکنید
باز من چون من خودم یکی از مخالفان رژیم گذشته ایران بودم، ولی حالا به هر حال 30 سال گذشته باید نگاه کرد که چه اتفاقی افتاده. همین هواپیمای F-ی که F-4 و F-7 و F-8 که شما دارید اشاره می‌فرمایید، همین ها در جنگ ایران و عراق اساس دفاع ارتش ایران قرار گرفت. ما در منطقه‌ای زندگی می‌کنیم که تمام نسبت به خاک ایران رو شما نمی‌تونید انکار بفرمایید که بسیار زیاده. بنابراین ما یک سیستم دفاعی محکم برای کشور خودمون در گذشته لازم داشتیم، امروز هم لازم داریم، فردا هم برای حفظ تمامیت ارضی ایران لازم داریم. این یک. دو، این که جناب مشیری نکته‌ای که هست اینه که توسعه اقتصادی ضایعاتی داره. در مورد قرارداد رود هیدمند من 100% با شما هم عقیدم. اصلا یکی از دلایلی که علم رفت از ایران همین قرارداد رود هیدمند بود که یک فاجعه بود برای بلوچستان ایران. هیچ کس دفاع نمیتونه بکنه از اشتباهی که پیش آمد. اما در مورد توسعه اقتصادی در چندین برنامه عمرانی ایران به تدریج وضع روستاهای ایران بهتر میشد آقای مشیری، ضمن اینکه روستاهای بسیار کوچک از بین میرفت و طبیعی بود که از بین بره. این در هر کشور دنیا هم که این توسعه اتفاق افتاده این اتفاق افتاده. من این را عرض میکنم عزیزم آقای فرزنده، ببینید محمد رضا شاه که از کشور رفته، کشور ایران 10 تا 100 داشته، 5-6 تا دانشگاه. بله درست قربان؟ بله. آخوند ملعون صدار کرده 130 تا 100 به تعداد زیادی دانشگاه. و میدونین چه کار کرده؟ چیکار کرده؟ حالا محیط زیست ایران رو با این سدسازی های بی رویه نوع آخوندی به نابودی کشنده. بله یکی دو موردش حق با شماست، منظورم حال دفاع از اینا نیست. مقصود من، عرض من این هست که وقتی که استبداد هست آقای فروزند نفرمایید، وقتی استبداد هست و همه چیز رو یک نفر در دست خودش میگیرد، بنابراین کارها به فساد میره، بودجه ها ممکنه تأمین بشه ولی به خرج مردم نرسه. نه من از سیاسی هیچ مخالفتی ندارم. این مطلبی هم که میفرمایید که F-14 و نمیدونم از این بند و بساطا، بله درست میفرمایید، اما لزومی هم ندارد که ما هم اسلحه بخریم هم شر انگیزی بکنیم. شر انگیزی خمینی بود که عرض کنم که جنگ عراق رو باعث شد اینها. من مخالف این نیستم که مملکت قوی باشه اینها، ولی ما باعث این اولویت های مملکت از قضیه هویت داریم دور میشیم. اما باعث این اولویت های مملکت ما چه چیزی است آقای فرزنده؟ این ماجراجویی و هی اسلحه خریدن و به یک ملت فقیر 11 میلیارد در یک سال تحمیل کردن، اینها بود که کار به جایی نرسید. در ایران کاری انجام راهی ساخته نشد اون زمان، حتی به وجهی بود که سیمانهایی که می آوردن در بندر عباس، آقای داریوش همایون خود رحمتشون کنه می گفت که به قدری بود که این سیمانها، ما جاده به قدر کافی نداشتیم، راننده به قدر کافی نداشتیم، اینها رو حمل و نقل کنیم که اینا به صورت سنگ شدن و 2000 کامیون رو نمیدونم واید اونجا زیر باران خراب شدن. چون الان بنده اقتصاددان نیستم، اما اقتصادینا مبتنی بر واردات بود، فقط اونلی با واردات. اتفاقی که میفرمایید چون در دقیقا در جریانش بودن. خب خدا رو شکر. ببینید آقای مشیری، بعد از افزایش درآمد نفت، بله، موج توسعه اقتصادی در ایران بالا گرفت. بله. اما شما بهتر از من میدونید توسعه اقتصادی یک عواملی رو میخواد. بله. اینقدر پول در مملکت زیاد شد که هر نوع پروژه عمرانی کافی بود چارچوبش درست باشه، لازم نبود از جانب حکومت بیاد، از هر سو می اومد امکان اجراش ظاهرا وجود داشت. اینها وقتی که رفت به مرحله اجرایی رسید، متاسفانه بنادر کشور اون ظرفیت رو نداشت. هیچ وقت یادم نمیره پادشاه ایران در شورای عالی اقتصاد وقتی بهش گفتن که آقا این بنادر اجازه این همه تخلیه سیمان رو نمیداد، اونقدر شوق زده این قضیه بود که گفت آقا مسئله نیست، با هلیکوپتر سیمان ها رو وارد کشور میکنیم. یعنی تا اینجا جلو رفتن. میخوام بگم که ما با یک موج افزایش درآمد نفت ناگهانی مواجه شدیم که اون در واقع این عدم تعادل رو در هر زمینه تشدید کرد. عزیزم اون شخصی که نام بردین
چند تن از اقتصاددان ها زنده هن. آقای عالی خانی زنده است، آقای هاشمی پسران، ایشون به اقتصاددان ها میگو، به اقتصاددان ها میگو یک مشت خر. اصلا گوش میکنه حرف کسی نمیره. کدوم اقتصاددان، اصلا بحث ما منحرف شد، کدوم اقتصاددان در کنار ایشان بود در سفرهایی که میکرد؟ قبول نداشت این مرد کسی رو، میگفت یک مشت خر، اقتصاددان ها رو میگفت یک مشت الاغ. در یک سخنرانی که در دانشگاه شیکاگو شد، سه نسل از اقتصاددان ها آمدن از روزگار قدیم، جناب عالی خانی و هاشم پسران، نسل بعد و نسل بعد. اصلا کسی ایشون قبول نداشت که گوش کنه به حرف اقتصاددان. آخه با هلیکوپتر سیمان میآوری همشون حرف. من تاییدش نمیکنم، ولی میخوام بگم که نه از عزیز من ببینید، تمام مشکلات مملکت ما، من اقتصاددان نیستم آقای، یه چیزایی میبینم میخوانم، اما میدانم که اگر که این سیستم استبدادی که همه چیزش در دست یک نفر بود، بودجش در دست یک نفر، یک نفر تعریم که یک کسی میگوید که آقای عالی خانی اقتصاددان معروف جزء اون رژیم میگوید که ما نشسته بودیم بر سر یک میزی، یک پروژه اقتصادی بزرگ رو اعلی حضرت دستور داده بودن انجام بشه، مسئولش آمد گفت قربان ورشکست شد، ایشون برگشت گفت شد که شد، در کشور مشروطه شاه مسئول نیست. شما فکرشو بکنید، شما مسئول همه چیز هستی، بودجه رو دست شماست، دست شما وقتی برشکست شد مسئولش نیستی. اینو در مقدمه کتاب علم جلد ششم لطفا برید بخون، نوشته که ما نشسته بودیم، چون ایشون هم رئیس اقتصادی بود، میگه اعلی حضرت نشسته بود، ایشون هم اومد گفت اعلی حضرت اون پروژه که به دستور شما انجام شد ورشکست شد. خب شد که شد، در کشور مشروطه که پادشاه مسئول نیست. گرفتاری ما آقای فرزنده از ا تا زی، حالا که شما سخن رو به اینجا کشید عرض میکنم، از آمدن خمینی، از کشته شدن بچه‌های ایران، از این فضای سیاهی که ما ازش مینالیم، از این جنایات و سیاهکاری آخوندها، همه فرآورده های رژیم گذشته است. از ا تا زی، از ا تا زی، یعنی فضای مملکت طوری شد که هیچ کسی دیگه نبود، یه مش پوسیده های بی ارزه قدیمی که مردم اینا رو نمیشناختن. بنابراین هیچ دفاعی، هیچ استبدادی نداره آقای فرزند. نه من دفاع از استبداد نمی کنم، یه دمانه. چیزی با یه چیزی عامل چیز دیگری است، یعنی اینکه هر شبت که ایشون معلوم میکرد کی وزیر نفت باشه، ایشون معلوم میکرد بودجه کجا بره، ایشون معلوم میکرد که چه هواپیماهای خریده بشه، در موضوع خریدن تانک‌های چیفتن قراضه انگلیس میلیون ها دلار به سر ملت ایران کلاه رفته عزیزم، به خاطر اینکه آقای ارتشبود طوفانیان که مأمور خرید بود تانک های لئوپارد آلمانی رو نخرید، چون اونا 10% 15% رشوه به ایشون نمیدادن که تقسیم کنه با ارباب، رفته این مش تانک قراضه خریده، تیمسار حاضر اعظم حی حاضر افسر رشید و شریف ایرانی سر دلشه سلشگری میگه آقا اینا انقدر قراضه بودن ما میمدیم مانوف کنیم با تانک های شرمن جنگ دوم اینا رو تو میکردیم برمیگردونیم. خب اینا زیان های اقتصادی بوده مملکت وارد میشد به خاطر که یک نفر نشسته بوده تصمیم میگیره. ببینید از کلیت شرایط سیاسی ایران نمیشود دفاع کرد، ولی به نظر من توضیح جناب عالی که حکومت خمینی نتیجه دوران سلسله پهلوی است این قدری بی‌انصافی است. نه من ثابت میکنم به شما، من شما ثابت میکنم. پس بذارید من یه توضیح بدم بعد شما در میکروفون در اختیار بله. بفرمایید. ببینید من صحبتم اینه، آخوندها یک سابقه چندین صد ساله در ایران داشتن. میدونم چی میخوام بگم، اصلا ارزش سیاسی نبوده، اصلا ظرفیت سیاسی نداشتن، مطلق اینا هیچ کاره بودن ابدا. این حرفی که میخوام بزنید تا تاش من میدونم، یعنی اینها پتانسیل سیاسی بودن و مترسل آقای مشیری، آقای مشیری محمد علی شاه برای توپ بستن مجلس استخاره نکرد؟ آقای عزیز اجازه من به شما عرض کنم، ببین آخوندها بودن از اول. شما اگر که این وضعیت ایران رو و موضوع آخوندیسم رو به یک آدمی که اصلا نمیشناسه بگی یه همچین مردمی با چنین نفوذی 500 سال پیش بس آخوندا می اومدن، 1000 سال پیش چرا آخوندا نگرفتن، 700 سال پیش چرا نگرفتن، چرا قرن 21 گرفتن؟ عزیز من ببینید آخوندها بودن، راست میگی، در زمان مشروطه آخوندا قوتشون زیاد بوده دیگه، نه دو سید بودن اومده بودن کمک مردم، بزرگترین اینها مگه نوری نبوده؟ بزرگترین حجت الاسلام ایران که استاد علامه قزوینی و خیلی استادهای دیگه بوده، اینو بردن دار کشیدن چون ملت خیانت کرده بود، دارش کشید خبری نشد، درسته؟
شما رو حواله میدم به جلد اول تاریخ احزاب سیاسی مرحوم اشعر بهار. میگه وقتی که احزاب اعتدالیون از بین رفتن، دموکرات ها از بین رفتن، اصلاح طلب ها آمدن، سوسیالیست ها آمدن، یک گروهی بودن میخواستن از حربه دین استفاده کنن برای تخریب حریف. مرحوم مدرس میگوید، ولی شب خوندم این متن رو، میگوید که هرگز حاضر نشد از این اسلحه قدیمی استفاده بکنه. مدرسه خودش آخوند بود، یعنی آخوندیست و اسلام کاربردی نداشت در اون مقطع مشروطه. در مقطعی که مرحوم دکتر مصدق بوده و آقای نمیدونم کاشانی بوده و اینا، این حرف من بارها زدم، اصلا تصوری که آخوند بیاد نخست وزیر مملکت بشه غیر قابل تصور بوده. کسی اینها رو به حکومت مشروع نمیدانست. ما احزاب سیاسی داشتیم، نهادهای مشروطه داشتیم، و اتفاقا من امروز دیدم که این 60مین سال دایموند جوبیلی خانم ملکه انگلیس، مردم انگلیس خوشحال اومدن بیرون، 1 میلیون نفر زیر باران لندن اونجا که تماشا کنن 60مین سال جشن بگیرن، احترام میذارن، دوست دارن. فکر میکردم که ما بایستی یک همچین وضعیتی میداشتیم، یعنی نهاد پادشاهی با اگر احترام مردم رو میداشت و احترام خود رو میداشت، میتوانست بزرگترین نیرو برای پای گرفتن مشروطه و دموکراسی در ایران باشه. شاه ایران سالی 2 سخنرانی در راستای نگهداشت مشروطه و مجلس و انتخابات میکرد، برعکس شد. یعنی شاهان اومدن سرکوب کردن، مشروطه رو سرکوب کردن، اسمش دیگه نمیوردن، آزادی خواهان رو سرکوب کردن، باقی مانده‌هاش یا کشتن یا فراری دادن. و بعد این ده مونده احزاب سیاسی هم که بود، که رضا شاه که الحمدلله این قائد اعظم که با مشت آهنی 16 سال کار کرده و بعد دوباره مشت حزب سیاسی در مملکت ما پای گرفته، اونها هم سرکوب شدن. وقتی که ما، یعنی تمام نهادهای دموکراتیک مشروطه سرکوب شده، هیچی نمانده در اصل خمینی. یک مرتبه ما دیدیم ملت میخواد اومده بیرون، دستگیر انقلاب، هیچ کس هم نداره، لیدر ما نداشتیم. ارزش مملکت به لیدر سیاسیشه، به آدمایی که مردمش اصلا احترام بذارن. اینه که نه روزنامه بود به مدت 30 سال، نه مبارزه بود علیه شاه، نه رجال سیاسی بود، نه حزب سیاسی بود، نه بحث سیاسی بود، نه حرف سیاسی بود. علت نادانی سیاسیون ما اینجا هنوز بر اثر عدم تعلیمات گذشته است. یک مرتبه ملت جامعه منفجر شد، یعنی این همه فشارها که وارد شده بود به زور تهدید و ارعاب و اینا، یک مرتبه منفجر شد. خب و اینها فقط از طرف حاکمیت بود؟ پیش از طرف حاکمیت بود این اتفاق که افتاد فقط نتیجه استبداد حاکمان بود؟ بله فرصای داخل جامعه. ببینید آقای، شما نیروهای روشنفکری رو هیچ نوع سهم و ارزش براشون قائل نیستید در این انحراف اجتماعی؟ شما علی شریعتی، آقای آل احمد، عرض میکنم چرا؟ ببینید اجازه بدید، حالا اصلا صحبت ما به اینجاست، خیلی بعدن نیست. ببینید عزیزم، وقتی که جامعه سیاهی باشه و خفقان باشه، یه حرف مزخرف مهمل اون چنان شیرین میاد به خاطر هیچی نیست. نبود فضای باز برای سخن، نبود فضای باز برای داد و ستد فکر و بحث و تشاجر یا تشاجر سبب شده بود که این فضا به طور نسبی بین شهریور 20 تا 32 بود در ایران. خب دیگه که سرکوب شد که قربت اجازه آ چرا سرکوب شد؟ اجازه بده نقش من نمیخوام صفت بدم، نقش حزب توده رو در تمام فجایعی که در ایران اتفاق افتاد آیا شما ندیده میگیرید؟ نه عرض میکنم، اجازه بده. خب اینا خیلی بحث مهمیه. داشت یه سوال فرمودید، اجازه عرض کنم. ببینید ما در ایران سیاستمدار اسلامگرا ما نمیشناسیم، نبوده، بودن یه عده، البته مسلمان بودن برای خودشون. اما وقتی که چپ سرکوب شد، میلیون سرکوب شدن، میانه سرکوب شد، هیچی در مملکت نبود. از چه دوره‌ای صحبت میکنید؟ از دوره 32 به بعد. بله از 28 کودتای من خیلی دارم میخواد شما دوره شهریور 20 تا 32 رو تحلیل کنید. بله شهریور از دفتر رضا شاه در روز 26 همون ماه شهریور احزاب سیاسی آمدن، توده یا البته بودن، فراکسیون های مختلف دیگه بودن، میلیون بودن، و اتفاقا بهترین فضای سیاسی تاریخ ایران از عصر مشروطه همین دوره است که شما اشاره میکنید. بله توده ها بودن، اما نه اون قدرتی داشتن که ما تصور میکنیم. یعنی همواره این مغالطه است که توده ها ایران رو داشتن میگرفتن
و اگر که سرکوب نبود و کشتار نبود ایران در دهن توده‌ها افتاد. اصلا این سخن باطلی است. اصلا این عرض بنده نیست. نه، فرمایش شما نیست. توده‌ها بودن، البته وابسته به مسکو بودن، میخواستن هم ایران رو به کام روسا بیاندازن، اینا همه بود. اما وقتی ما به گذشته نگاه میکنیم، البته میلیون هم بودن، بزرگترین دستاورد ایران، دستاورد مشروطه، همین ملی کردن صنعت نفت و بیرون کردن استعمار انگلیس. قبول دارید یا نه؟ بله، نفت مصدق اصلا مصدق من کار ندارم، مردم کردن، ایشون هم نمایندش بود. خیلی خوب، بنابراین مجلس داشت کاملا قانونی مطابق قانون اساسی عمل میکرد، تا اینکه چی شد؟ تا اینکه مرداد شد، 28 مرداد شد و کودتا. حالا یکی میگه مصدق کودتا کرد، یکی میگه شاه کودتا کرد، و تا اونجا که ما فهمیدیم شاه کودتا کرد و آمریکایی پشت سرش بود، آمریکایی هم ایستادن. سیاست آمریکا علل اطلاق، علل اطلاق ضد کمونیسم بوده، اصلا بر این محور نفس میکشید آمریکا. یک گزارش 1600 صفحه ی آقای کین که سفیر کبیر آمریکا بود در روسیه، بعد از رفاقت ها و لاس زدن ها با استالین و اینا، نوشت آقا نمیشه، اینها هژمونی دارن، هژمونی قدرت، ما در مقابل هر سرباز روسی باید دو تا آمریکایی بگذاریم و همین کار. این سیاستشون بود. آمدن و بلافاصله اعدام ها شروع شد، درسته یا نه؟ توده ها رو میگفتن تیرباران میکردن، درسته؟ بله، بعد از 28 مرداد بله این اتفاق افتاد. چرا تیرباران میکردن؟ هر کس توده شد باید تیربارانش کرد. خیانت اینا که به اثبات نرسیده بود آقای فروزنده، نه اینا جاسوس بودن، نه اتهام جاسوسی داشتن، نه آدم کشته بودن، فقط توده‌ای بودن. آخه شما میاد توده‌ای رو بکشی؟ هر روز به صبح می‌دیدیم که بله بستن به تیر و یک فضای خفقان عجیب غریبی حاکم شد به مملکت و ایشون رفته رفته شروع کرد استبداد رو تنگ‌تر کردن و تنگ‌تر کردن. و اتفاقا این حزب توده و نیروی چپ سبب بیشتر شدن استبداد، چون بهانه به دست سرکوب میداد. این از که شروع کردن به تیرباران افسرهای رشید مملکت. آقا توده‌ای بگیر زندانش کن، 4 سال بفرستش تبعید بده زندگیشو بکنه. هر کس توده‌ای بود میگرفتن تیربارون میکردن. آقای فروزنده نه، اجازه بدید این که حالا بریم سر سخن شما. بعد احزاب سیاسی یکی پس از دیگری، احزاب اوریجینال اگه بودن، روزنامه ها از همه چیز مهمترن آقای فروزنده. 98 روزنامه ایرانی به آقای مشیری، ما بین شهریور 20 تا 28 مرداد سال 32 دورانی رو طی میکنیم که میرسیم به دوران ملی شدن صنعت نفت و زندیات فاطمی، حسین فاطمی. در اردیبهشت سال 1332 مدال همایون بهش داده میشه. خب یعنی مدال درجه اول همایون رو بهش عطا میکنن. و درست در همون اوضاع شلوغی مقالاتش منتشر میشه، کاریکاتورهایی در روزنامهش منتشر میشه که قلاده رو برسن به گردن شاه و میکشن به عنوان نوکر استعمار در حالی که ایشون وزیر خارجه است. اینو شما چجوری توجیه میکنید؟ کار زشتی کردن. اجازه فرمایید برمیگردیم. کار زشتی کردن از... ولی اعدام نمیکنه همچه آدمی رو. بله ولی برمیگردیم، من از اعدام دفاع نمیکنم. برمیگردیم پس از پیام های بازرگانی با این بحث من فکر میکنم فوق العاده جالب در خدمت جناب بهرام مشیری پژوهشگر هستیم. مرسی. شنبه دوم جون تورنتو
416-704-4717 یک شنبه 3 جون آداوا 613-889-4720 جمعه 8 جون مونترال 514-678-4030 یک شنبه 10 جون وانکوور 604-985-6282 بانوی آواز ایران پریسا همراه با گروه همنوازان در تور کانادا و آمریکا. همسر جون، راه آسان آشنایی با همدم و همسر دلخواهتون. داشتن یار و همسر برابر نشان خردگرایی و بینش است، زیرا نه تنها عشق و دوستی و رسایی رو به زندگی شما می آورد و در تندرستی و بهداشت روان به شما کمک می کند، بلکه پژوهش‌ها نشان می دهند که زندگی زناشویی شما همیشگی و پایدارتر می شود. پس در هر شهر و کشوری که هستید در مؤسسه همسر جون نام نویسی کنید تا من پروین زمانی با تخصص در کار همسریابی شما را با همدم و همسری تحصیل کرده، برازنده و همتراز و مانند خودتان آشنا کنم. مهاجرت از طریق ازدواج توسط مؤسسه همسرجون.com چنانچه دارای شرایط مناسب باشید. برای آشنایی با سرویس مؤسسه همسرجون نخست به وبسایت همسرجون.com مراجعه کنید. 818-450-6744 لطفاً برای تماس با نماینده همسرجون در ایران با شماره ایران بر روی صفحه تماس بگیرید. همسرجون.com با جواهرات انجی بدرخشید، زیبایی، شکوه و شیک پوشیدن را تجربه کنید. جواهری ناب اولین فروشگاه اینترنتی در ایران می باشد. دوستداران جواهری ناب می توانند نظاره‌گر برنامه ها از طریق تلویزیون های ماهواره‌ای، فیسبوک و یوتیوب باشند. دفاتر NJ سفارشات شما را در آمریکا، کانادا و دبی طی 3 روز کاری ارائه می دهد. طراحی زیبا و کیفیت عالی فقط در NJ. به الیت مزدا در گچینو خوش آمدید. جایی که فروش و سرویس اتومبیل معنای متفاوت با دیگر نمایشگاه‌های اتومبیل دارند. در الیت مزدا راحتی و رضایت شما در اولویت کار ما قرار دارد. شما فقط با یک بار حضور در نمایشگاه ما در خواهید یافت که تجربه خرید و سرویس اتومبیل در الیت مزدا تجربه کاملا متفاوت و رضایت بخش است. در نمایشگاه الیت مزدا به هنگام سرویس اتومبیل خود شما می توانید از سرویس های رایگان نظیر سالن ورزش و ماساژ، آرایشگاه، انواع نوشیدنی ها و کامپیوتر و اینترنت استفاده کنید. هدف ما در الیت مزدا ارائه بالاترین کیفیت سرویس اتومبیل و قیمت‌های غیرقابل رقابت در فروش مدل‌های مختلف مزدا است. اتومبیلی که برنده جایزه‌های متعدد بین‌المللی شده است. همین امروز از نمایشگاه باشکوه الیت مزدا در گتینو در فاصله 5 دقیقه پارلمان کانادا دیدن کنید تا مزدای دلخواه خود را بیابید. الیت مزدا واقع در 12-05 اوست و براندری گتینو کبک. 819-568-6000 الیت مزدا. بیانگان ارجمند، در ادامه برنامه نسیم شمال امروز در خدمت شما و جناب بهرام مشیری هستیم. خب جای مشیری، قبل از پیام های بازرگانی من خدمتتون گفتم وزیر خارجه که در اردیبهشت سال 1332 از دست پادشاه ایران نشان همایون میگیره، در اوضاع بحرانی اون روزها با حدود 2 ماه بعدش میشه، در مرد امروز نشریه‌ای که او در واقع
صاحبش هست، کاریکاتوری چاپ میشه که قلاده رو گردن انداختن گردن پادشاه ایران و او رو به عنوان سگ استعمار میکشن. من میخوام بفهمم که چجوریه شما در کجای دنیا میتونید وزیر خارجه یک کشور باشید، از یک کسی فرمان گرفته باشید و بعد در روزنامه‌تون این بلا رو به سرش بیارید. آقای فرزند، شما بار سوم هست موضوع فاطمی رو مطرح میکنید. یک بار نشنیدم که بفرمایید یک وزیر خارجه جوان ایرانی رو در 37 سالگی با 110 درجه تب تیرباران کردن. من این را از شما نشنیدم. هنوز به اعدامش نرسیدید. نه نه نه، در سخنانتون، تاریخ سخنانتون عرض میکنم. دو، اون چه من عرض کردم اینجا اسنادش رو میارم، اسناد محکم. اون چه شما میفرمایید اساس باشه. شما به من نشان بدهید که در مرد امروز چنین کاتکاتوری بوده. واسه اول این رو نشان بدید تا من قبول کنم. من اصلا نمیدونستم امروز بحثمون به اینجا میکشه. دو، فاطمی، دکتر حسین فاطمی که شخصیت ملی بود و آدم بزرگی بود، اگر چنین کاری کرده بسیار کار اشتباهی کرده. اصلا من تایید نمیکنم پادشاه مملکت توهین بشه به هیچ وجه. خود مرحوم دکتر مصدقم تا پایان گفت اعلی حضرت همایون. اما به شما میخوام عرض کنم، آیا کسی که یک کاریکاتور کشید همین کارا رو با احمد شاه میکردن؟ احمد شاه به رضا شاه که سردار سپه بود شکایت میکنه، نامه‌اش هست که آقا روزنامه زیاد دارن منو مسخره میکنن، عکس منو با خانوما میندازن، بگید به من کم فحش بدن. اون اقدام نکرد از طریقی که بخواد کسی رو تیرباران کنه. بنابراین دکتر حسین فاطمی رو به صرف دو تا کاریکاتور آمده شاه مملکت به اون مأمور کودتا کانورسیشنش هست آقای کیم روزولت، میگه که وقتی کودتا توفیق یافت من شب برای سخن گفتن با اعلی حضرت و طرح بعد از کودتا در یک لیموزین خوابیدم و روی خودم پتو کشیدم، رفتیم در قصر و دیدم که ایشون دارن تشریف میارن پایین، ساعت 11 شبه، من پیاده شدم، شب بخیر گفتم، ایشون به من شب بخیر گفت، رفتیم در اتاق نشستیم، گفتم خدمت ایشون، گفتم که دکتر محمد مصدق نبایستی صدمه جانی ببینه یا اعدام بشه. ایشون گفتن ولی یک نفر هست که حتما باید اعدام بشه و اون حسین فاطمی. این سخن ایشونه به کیم روزولت. حالا من میخوام یه چیز به شما بگم. هارون الرشید چند پسر داشت، یکیشون یه روز آمد گفت که بابا به من فلان کس فحش مادر داد. یه عده وزرا گفتن که آقا باید بکشیم خانوادش فلان. گفت نه، گفت تو هم بایستی به اون، تو پسر هارونی، تو بایستی میبخشیدی، نهایتا تو میتوانستی برای که عدالت بقید تو هم به اون فحش مادر میدادی، نه که چون من هارونم پوست اون رو بکنم. بنابراین در موضوع فاطمی که شما مرتب اشاره میکنید، شما بفرمایید آیا درست بود که چاقوکشان رو بفرستن مقابل دادگستری و این مرد بزرگوار رو چاقو بزنن و بعد بخوان بکشن شعبان جعفری و بعد با چی میگویم برانکار بیارن به دادگاه؟ آقای مشیری و بعد شما یک درجه تب بشن تیر برانکار. آقای مشیری، شما با هر بیانی که موافق نیستید میگید دارید مغالطه میکنید. من شما مغالطه نمیکنید در این مورد آقای مشیری. من تمام حوایه بود. نه اجازه بدید. بنده اصلا نرسیدم که اعدام در مورد اعدام فاطمی کوچکترین نظری بدم. نظری ندادم. من برم... نظر ندادین. ندادم نظر. برای که نرسیدیم به بحث. اگر برسیم 35 ساعت دیگه حرفا میزنیم. شما هنوز به این نرسیدین که فاطمی تیرباران شد با تب. بفرمایید. نه نه. در این که فاطمی تیربارون شد، در این که با تب تیربارون شد، این یه واقعیت تاریخی است، من که نمیتونم انکارش کنم. درود بر شما. پس بفرمایید بعض اوقات بفرمایید این راه. نه، ولی شما توجه داشته باشید، شما آمدید رفتید سر 28 مرداد که یک نقطه کور تاریخی شده برای همه ما ایرانی‌ها. جدا کرد بلک هول شده. درست؟ اما مسئله من شهریور 20 تا 1332. بله. و درست سال‌های برآمدن رضا شاه. یک، اگر رضا شاه 20 تا 32 که رضا شاه، نه 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 نه، من دو تا مقطع تاریخی رو میخوام بهش بپردازیم. یکی برآمدن رضا شاه، سالهای اول حکومت رضا شاه، اقداماتی که برای وحدت ملی کرد. شما میفرمایید که دیکتاتوری رو حاکم کرد، همه میدونن که دیکتاتوری رو حاکم کرد. بزرگترین نتیجه دیکتاتوریش هم این است که به هنگام خروجش یک ملت جشن گرفت. بله، مثل این که ما امروز مرگ خمینی رو جشن میگیریم. بله. درست؟ درود بر شما که این حرف اولین کسی هستین در لس آنجلس میزنید. بله. خب
ولی ما نمیتونیم بگیم که وحدت ملی، تمامیت ارضی ایران در اون دوران بلبشو تا حد بسیار زیادی مدیون رضا شاه. ابسولوتلی ما مخالفت نداریم. میدونید یعنی شما در عین حال که نقد استبداد رو میکنید، زمینه های استبداد و دلایل استبداد و خودکار و استبداد رو هم باید تحلیل کنید. ایرانی نمیتونست وجود داشته باشه. نه اصلا من مخالفم با این امر. ببینید مردم ایران، آقای فرزند، از بقال و عطار و نجار و فقیر و بیابانی و نمیدونم لورو اینا اومدن گفتن آقا ما خسته شدیم از سیستم قاجار، از این استبداد شاهی خسته شدیم، از این استبداد فردی خسته شدیم، درسته یا نه؟ مشروطه شده، خیلی خوب، لرزان بوده حکومت تهران، لرزان بوده، رضا شاه مرد بسیار مقتدر و مدیر و مدبری بوده، زمینه که سواد نداشته و آمده و قزاقا رو از قزوین خلاف دستور آورده و سدیای طباطبایی بوده و کمک انگلیس بوده و کودتا خودشون گفته انگلیس منو آورد، درسته؟ کارهایی که رضا شاه کرده در روزگار سردار سپهی و روزگار نخست وزیریش کارهای سازنده و بسیار جالبی بوده و میباید ایشون نخست وزیر میماند، این کارها رو میکرد، پادشاه شد، خراب شد اوضاع، همون حرفی که دکتر مصدق در مجلس پنجم زد. بنابراین تا اونجایی که به موضوع خوزستان مربوط هست، تا اونجایی که موضوع مجلس پنجم هست و نظام وظیفه هست و نمیدونم تمام اون اقدام شناسنامه هست و نامهای ایرانی، خیلی اقدامات جالب و درخشانی شد، رضا شاه چهره ایران دگرگون کرد، در این صحبت نکرد، یعنی رضا شاه نکرد. در چه فاصله زمانی؟ در فاصله خیلی کم، حالا عرض میکنم. سوسیالیست ها بودن، حزب سوسیالیست ها بود، 400 سوسیالیست در حزب بودن که علا رئیسشون بود. سوسیالیست ها دولت مقتدر میخواستن و آبادی و آبادانی و تجدد سریع. رضا شاه بسیار بسیار شخص با عرضه‌ای بود، آدم با لیاقتی بود، این کارها رو انجام داد. در شاهکارش هم قضیه خوزستانه و بعد موضوع دانشگاه، تعلیم و تربیت، دادگستری، عرفی کردن دادگستری، همین کار رضا شاه در روزگار رضا شاه انجام شده. ما هیچ شکی تردیدی نداریم، ما هیچ صحبتی نداریم. کارهای خوب رضا شاهی که به ما صدمه نزده آقای فروزنده، کارهای بد ایشون به ما صدمه زده. یک در این تحلیل تاریخی یک نکته رو جناب عالی در نظر نمیگیرید. چه چیزی؟ ببینید در یه فاصله 16-17 ساله بله. که یک آدمی مستر کار در یک کشور کاملا عقب مونده است و در آستانه اضمحلال بله. شما اگر به شیوه های دموکراتیک و رأی گیری در مجلس و غیر متوسل بشید هیچ کدوم از این کارا رو نمیتونید بکنید. چرا؟ اجازه بدید حالا اینم عرض میکنم. ببینید درسته سیستم دموکراسی کنده، دیکتاتوری سریعه، آره، ولی اینها لازمش چیه؟ اینا لازمش ریختن بودجه نفت به جیب شخصی و گرفتن زمین های مردم به زور قنداق تفنگ و کشتن آزادی خواهان و قتل مدرس و کشتن سیدان نیست. اجازه بفرمایید شما با سند و مدرک صحبت میکنید. بله هر چی من گفتم وقتی که رضا شاه از ایران خارج شد بله. آیا تا حالا سندی در اومده که چه مقدار ثروت رو از ایران خارج بله کرده بله بود؟ بله شما مراجعه بفرمایید به اسناد آمریکایی ها که این اسناد آمریکایی ها هیچ موقع مد نظر برای موضوع رضا شاه نبوده. در موضوع مرحوم رضا شاه ما همواره اسناد انگلیسی داشتیم. اسناد آمریکایی سفارت آمریکا که توسط سفران نوشته میشد تمام جمع‌آوری شده، یک ایرانی با آقای مجد اینها رو نوشته، ثروت رضا شاه بی حد و حصر بوده، بی حد و حصر بوده، بودجه های نفت، طلا در خارج از ایران؟ بله بله در خارج از ایران. این سخن که من در خارج پولی ندارم بسیار سخن باطلی است. اسنادش آقای نادرقلی، رضا قلی مجد، رضا شاه و بریتانیا هست، اینها بوده و ما ازش خبر نداشتیم. ثروت‌های بی حد و حصری رضا شاه از ایران خارج کرده، متاسفانه به صورت طلا بوده، به صورت پول بوده، اینها در بانک‌های انگلیس بوده، حتی در آمریکا هم بوده. من اینا رو بایستی بیارم، اسنادی که ایشون در آورده و گزارش‌های سفارتخانه آمریکاست. دولت انگلیس به گونه دیگری بوده، اما ساختن راه آهن مهمترین پروژه ایرانی بوده بدون دخالت خارجی که زمان رو داشت. ما اینا رو دوست داریم آقا دانشگاه، ولی این که شما هر آدمی صاحب یک زمینیست بیایستی وسطش و بگی به به از این زمین اگه بت نده تبعیدش کنی یا تو سرش بزنی
یا اموال مردم بگیری که هیچ کار خوبی نیست که قرمتون برن که. در عرض 17 سال که بوده در مجموع اگر کارشو نگاه کنید جنبه های مثبت داشته و جنبه های منفی هم داشته. بله بله درسته، ولی شما بد بودنش رو مطلق میکنید در تحلیلتون. نخیر نخیر، بنده دارم عرض میکنم. ولی شما میفرمایید که ببینید، شما میفرمایید که دلیل اینجا ما با هم گرفتاری پیدا کردیم، دلیل روی کار آمدن خمینی چیزی جز استبداد پهلوی نیست. بله من استدلال میکنم خدمتتون. ببینید، ساختن جاده خمینی رو نیورده آقای فروزنده، ساختن نمیدونم کندن تونل و این حرفا نبوده، جاده صاف کردن نبوده، بستن فرایند سیاست و روشنفکری توسط رضا شاه و بعد توسط محمد رضا شاه فضا رو برای آوردن روح الله الموسوی الخمینی کاملا آماده کرده. و اگر که فضای مملکت چنون بود چنون نمیشد. اگر ما غیر از این بگیم مغالطه تاریخی کردیم. آیا شما فکر نمی کنید که تمام اتفاقاتی که بین شهریور 20 تا 1332 افتاد در واقع محمد رضا شاه رو کورنر کرد، توی گوشه قرار داد و لاجرم او رو در اختیار امریکایی قرار داد در داخل کشور؟ مگه این جنبش پیشوری در آذربایجان اینی که محمد رضا شاه پهلوی در ایجاد دخالت نداشت؟ اجازه بدید ما دقیق صحبت کنیم. ببینید، محمد رضا شاه که برگشته به ایران یک جوانی بوده محجوب، یک جوانی بوده محبوب، به وجهی که بعض اوقات اتومبیل ایشون رو مردم رو شانه شون. درسته. چرا اتومبیل محمد رضا شاه رو مردم وقتی از مجلس آمد و سوگند وفاداری به قانون اساسی خود رو شانهشون حمل کردن؟ چرا؟ به جهتی گفتن یک دیکتاتور نیرومندی که دهانها رو خورد میکرد و قلمها رو میشکست و آدمها رو میکش و رجال از بین میبرد رفته و امروز پسرش آمده که در سوئیس درس خونده و فلان. درسته؟ درست یا نه قربان؟ در واقع اون هم شبیه یک تحصیل کرده سوئیس عمل میکنه. خدا فدات بین شهریور 20 تا 32. حالا اجازه بدید. حالا بعد که تو کودتای 28 مرداد شده ایشون برگشته و آمریکایی ها به او قول پشتیبانی دادن و به او نیرو دادن، شروع کرده آرام 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 علیه مردم توطئه کرد و علیه قانون اساسی توطئه کرده. وقتی که قوام سلطنه استعفا میده یا استیضاح میشه میره به پاریس، این یک مورد خیلی مشهوره، من خدمت شما عرض میکنم، هموطنان مطلع هستن، نشسته پادشاه مملکت که بایستی مجری قانون اساسی باشه، نشسته که یک مجلس مؤسسان تأسیس کنه، همین محمد رضا شاه، و چیکار بکنه آقا؟ و انحلال مجلسین رو حقش بده به خودش. درسته یا نه؟ درسته یا نه؟ احمد قوام سلطنه که در پاریس بوده یا در جای دیگه بوده یک نامه نوشته، دو تا نامه که فرستاده این هست. نامه اول میگوید که کاری که شما میخواهید بکنید ایناست که خمینی آورده ها، کاری که شما میخواهید بکنید نه پدرتان جرأت کرد بکند نه محمد علی میرزای مخلوع جرأت کرد که بکند. اگر شما دست آوردی که به قیمت خون آزادی خواهان هست زیر پا بگذارید و این کار انجام بدید که مجلس رو مسخره دست خودت بکنی، روزی خواهد رسید که از تصور وحشت زایان تن من می لرزد. در اون روز شما رو بیرون میکنن و کل سیستم با هم سقوط میکنه و شما توپ و تانک و پوتین و سرنیزی که درست کردی به درد نخواهد خورد. این نامه اول قوامه. بعد نشستن چه کردن؟ عوضی که گوش کنن به حرف این مرد که بگن آقا حتی رضا شاه میگفت صلاحی مملکت نیست مجلس بسته بشه، رضا شاه با اون استبداد. بعد چه کردن؟ یک نامه سر تا سر فحش نوشتن به قوام که آقا تو مرد بی شرفی هستی، برای سیئات اعمالت باید به محاکمه بشی، اعلیحضرت خودشون عقل کل هستن، شما چیکاره هستی مرد حسابی از اونجا به کار اعلیحضرت همایونی؟ حالا یه چیزی زیر تحت الارضی بگم، وقتی مملکت رو تک حزبی کردن یک فیلمی هست دکتر گنجی درود، من دکتر گنجی رو دوست دارم، مرد خوبی است، وزیر فرهنگ، اینجوری میکنه دکتر گنجی، این تک حزبی کردن مملکت ما دکتر منوچهر گنجی با تک حزبی های دیگران فرق میکنه. آقا این تک حزبی ما اعلی حضرت رئیسش است. آقا این چه مقالطه کردید دکتر گنجی؟ منوچهر گنجی باری اونجا نامه بعدش نوشتن یک پشت فوش به آقای قوام سلطنه که باید بیاد فلان، اونم باز برداشته از قوام کسی رو عقب نشینی کنه، بالای نامه نوشته است که هزار عقل و ادب داشتم من خواجه، کنون که مست و خرابم صلاح بی ادبی است.
برداشته خدمات خودش گفته گفته شما امریکا خراب. حالا بعد چه کردن؟ همین کارم کرده معمر زاشا، یک فرمایشی درست کرده، انحلال مجلس داده به خودش نسبت داده، یعنی هر موقع شاه میخواد مجلس منحل. آقا این مجلس که نمیتونه شاه منحل بکنه که، قربونتون برم، این اولین قدم در راه آوردن خمینی بوده، قربونتون برم. بعد هرچی ما پیش آمدیم حلقه استبدار تنگتر کرد، طوری که وزراشو میگفت خر، یعنی طوری شده بود که گفت این مملکت مال منه. بیاد دارین نه 700 تومان یادتون هست؟ هر کسی نمیخواد بمانه 700 تومان بری بره، درست یا نه آقای فروزنده؟ بفرمایید شما 700 تومان درست یا نه؟ 700 تومان چیه؟ 700 تومانش بدی از مملکت من برود، درست یا نه؟ من میدونم که ایشون نوت کرد هر کسی که نمیخواد بمونه پاسپورتشو بگیره بره. 700 تومان شما 700 تومانش، چون شما آدم پولکی نیستی 700 تومانش یادتون نیست، ولی دوستان پولکی یادشونه که گفت 700 تومان 700 تومان بدهید از مملکت من برود. یعنی کار به جای غیر قابل تحملی رسیده بود عزیز من، کار به جای رسیده بود که در مملکت ایران هرگز سابقه جنگ چریکی و به جنگل مسلسل علیه دولت نداشتیم. شاه یک مقام محترمی بوده در تمام، هرگز مردم. شما مشکل من با شما آقای مشیرینه، مشکل من با شما اینه که شما جنبه های سیاسی قضیه در نظر نمیگیرید، متاسفانه نمیدونید که مملکتی که 100 سال سابقه فعالیت سیاسی داشت نیازمند روزنامه بود، نیازمند گفتگو بود، نیازمند حزب سیاسی و رجال سیاسی بود، نیازمند اندک آزادی بود که نداشت. آقا تا وقتی هم یه مقدار آزادی میدادن که توش آل احمد در میومد، تا وقتی یه مقدار آزادی میدادن که توش هم شریعتی در میومد. عزیز من بس سیستم پوشالی بود، قربونتون برم. آخه آل احمد یک مرد کم سوار، علی اصغر حاجی جوادی توش در میومد. حاجی جوادی چیکار کرده؟ من باید اینجا از حاجی جوادی دفاع کنم آقای فروزنده. خب دفاع کنید. ببینید چرا؟ چون حاجی جوادی شده سمبل سقوط رژیم. عزیز من نه سمبل سقوط رژیم نیست. تمام بابا من نمیدونم چند صد روزنامه در آمریکا دارن چیز می‌نویسن. اوباما رو مسخره می‌کنن. من ندیم دولت آمریکا سقوط کنه. چگونه بوده با یه آل احمد کم سواد، واقعا کم سواد بود، رژیم سقوط کرد؟ نه من که گفتم رژیم سقوط کرد. ولی وقتی هم که یک زمینه فراهم میشد روشن فکرای ما کدوم زمینه فراهم اجازه بدین این لاتایلاتی که آقای جلال آل احمد ور میداره مینویسه در غرب زدگی خودش، این رو هم مقصر آقای محمد رضا شاه پهلویه. وقتی جامعه میتونه هر چی میخواد بگه، آل احمد هر چی دلش میخواست باعث میتونست بگه. دیگرم جامعه انقدر نباید بیعقل باشه که به این صحبت ها به چاه بیفته، چون هیچ دیگری نبود آقای فروزنده، هیچ چیز نبود. صحبت های آقای چیز آقای علی شریعتی یک مش سخنان لاتایل مغالطه است واقعا. او هم مرد بی سوادی بود آقای علی شریعت، به نظر من عوام بودن این دو نفر، هر دو نفر از عوام باید به حساب بیان. چرا که طرفدار پیدا کرد؟ چون هیچ جای دیگه نبود دوست عزیز، هیچ جای دیگه نبود. دستگاه سانسور و خفقان به وجهی بود که هیچ کس نمیتوانه سخنی بگه و اون سخن رو در جامعه منتشر بکنه. شما فروزندگی، شما آدم معتدلی هستی، فکر میکنم منصف هم هستی. آخر مملکت ایران که در عصر مشروطه و همون زمان مظفرالدین شاه 98 روزنامه درست حسابی داشته، اون روزنامه اون وضع روزنامه بود؟ روزنامه روزنامه ایران در سرتاسر مملکت چه روزنامه‌ای بود؟ بفرمایید روزنامه ایرانو بفرمایید هموطنان بدید. ما در همون دورانی که شما میفرمایید نشریاتی داشتیم مثل نگین، داشتیم نشریه رو. خب خوشبختانه عمرش دراز باشه، در همین شهر ما زندگی میکنه. ما نشریه‌ای داشتیم مثل سخن، مثل جهان امروز. اینها من بخوام اینا یکی یکی باید بررسی کنیم. اینا دوست سیاسی نبودن. جهان امروز کجا سیاسی نبود؟ روزنامه چند تا داشتیم آقا در تهران؟ روزنامه آخه تعداد روزنامه ها رو اجازه بدید که بنده کامپیوتر نگاه کنم تا روزنامه های مشهور دیگه دو تا داشتیم قربونتون برم، دو تا روزنامه اصلی بود دیگه، یک کیهان بود و یه اطلاعات بود و آیندگان هم بعدن آمد. خب آیندگان هم. یعنی دو تا، این دو تا صبح به صبح سابق میگفت چی بگو چی نگو، یک کلام اگر که چپ و راست میشد آقا رو میگرفتن. یه قربونت برم یه مقاله که نمیشد گذاشت اونجا، که این آقای قاضی سعید رو بردن اونجا. چرا؟ چون یه عکس چاپ کرده بود آقای حسین مهری، آقای آدناهر یه روزنامه رو بسته بود، اشتر نگویا بسته بود، بعد آمده معذرت خواهی کرده، خم شده و عذرخواهی کرده، این عکس رو چاپ کردن. این آقای قاضی سعید حی حاضر رو بردن به ساواک، گفتن آقا این چیه چاپ کردی؟ گفته بالا این عکسه، میدونیم عکسه، آقا عکسه.
گفتن آواز یاد مسا میدی، ترانه یاد مس میدی، یعنی اعلیحضرت هم باید از مردم معذرت. آقا این به اون چه ربطی؟ آقا همین سخن که میفرمایید، آقای ناتل خانلری مرد بزرگی بود، شما معتقدید مرد بزرگی بود، درسته؟ مرد بزرگی بود. نوشته که آقا ما این سخن رو که برپای کردیم سیاسی نبودیم. یه روز یک شعری از این دختر لهستانی، گوش کنیم، لهستانی چاپ کردیم که گفته بود دلم گرفته بارون نیومده مزرعه‌ام خوش شده، یه همچین مضمونی، مزرعه‌ام خوش شده، به ما زنگ زده. آقای خانلری این چه کارایی میکنی؟ گفتم آقا چیکار کرد؟ گفت خودت نمیدونی چه کردی. آقا مج آخرین روزنامه تو بیار، آخرین نشه آوردیم، اون شعر رو بخونیم. خوندیم. چی آقا؟ موضوع چیه؟ در عصر اصلاحات ارضی شما میگید مزرعه خوش شد؟ یعنی تا اینجا به قضیه کار داشتن، یقه آقای خانلری گرفتن که توی شعر لهستانی رو میگی مزرعه‌ام خوش شد، حرف سیاسی زدی. شما کجای کاری آقای فروزنده گرفت؟ شما هنوز توضیحاتتون منو قانع نمیکنه که اون چه که در ایران اتفاق افتاد در سال 1357 و روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی فقط ناشی از استبداد دوران پهلوی است. به نظر من در فرمایش شما همونطور که خودتون استبداد یه چیزی نبوده که اینا، ایران جامعه دموکراتیکی نبوده که اینا استبداد توش خلق بکنن. عزیز من این حرف رو نزنین. ایران سابقه مشروطه داشت، سابقه مجلس داشت، 10 سال آزادی کامل داشت. نه من 10 ساله رو نمیگم آقا. شما برگردید از دوران صفویه رو نگاه کنید. عزیز من آقای فروزنده، این همه روشنفکران، این همه پیشوایان فکری از آخوندزاده تا سال اینا آمدن تمام این پس شما اساسا انقلاب مشروطه رو زیرو تصور کردید؟ نخیر، من هیچ تصور نکردم که زیروس. چرا دیگه؟ یک جنبش آزادی خواهانه بزرگ در ایران بوده. خب ولی دلیل این که نتونسته توفیق پیدا بکنه یک بخشش شاید به سلسله پهلوی برمیگرده. آقا این انقلاب اتفاق افتاده ولی یه جامعه است که یک بینی که اساسش دیکتاتوری است وجود داره و حتی در مردمش رسوخ داره و این رو تغییر دادن امکان نداره. ما در عرض 10 سال امکان داشته باشه که بعد از انقلاب مشروطیت. خب این که شما دارین برعکس نظر خودتون رو میگی. نه من این نظر خودم رو میگم. رضا که از ایران رفته بیرون، بنابر گزارشی که آقای میلانی داده 2500 مسجد در ایران بوده. محمد رضا شاه که از ایران رفته بیرون به 45000 رسیده. بله. یعنی بذار به شما یک عرضی بکنه و اون این که ایشون کمونیست رو دشمن خدا میدونست، شاه و دشمن خودش و دشمن آمریکا سرکوب میکرد، ملیون رو بدتر از کمونیست ها میدونست، میگفت اینا از اونا خائن ترن. پس نیروی چپ سرکوب، ملیون سرکوب، این وسط کیار میدون میداد؟ بفرمایید شما. آخونده رو میگفت من شاه شیعیان هستم، جانشین شاه اسماعیلم، پادشاه شیعیان هستم، بنابراین این آخونده از من پشتیبانی بکنند مردم با من هستن. حج میرفت عزیزم، حج میرفت، به گور رضا میرفت و آخوندها در دربار نفوذ داشتن، چندین هزار آخوند از ایشون حقوق میگرفتن و زمانی هم که این خمینی دستگیر کردن علم میگه پادشاه گفتم آقا بذاریم ما بپرسیم که بفرستیمش به بیرجند، اونجا تعبیه گفتن باید بره بیرون ترکیه و او بود که به اینها میدان داد در واقع. و من میخوام به شما عرض کنم در حوزه های طلبگی خبری از فعالیت سیاسی و گرفتن قدرت توسط آخوند مطلقا و ابدا اثری ازش نیست. از سال 1342 به این طرف شما جمعیت مؤتلفه رو ندیده میگیرین؟ عزیز من جمعیت مؤتلفه چند نفر بودن؟ شما ابتدا انقلاب تا اونجایی که بنده یادم هست صحبت اسلام نبود، شعارها قانونمندی بود، برادری بود و آزادی بود. در انقلاب ایران، همین انقلاب 57، شما اقدام ترور حسن علی منصور مگه توسط گروه های مذهبی انجام نشد؟ عزیزم همه اینا رو شما جمع کنی 20 نفر نبودن. این فدایان اسلام شما جمعشون کنی، واحدی و نمیدونم نواب صفوی داره، همش 5 نفر نبودن. اینا دلیل نیست. کل جامعه ایران، آقای فروزن، کل جامعه ایران خسته شده بود از بس این روزنامه ها رو باز کردن عکس اعلی حضرت، از بس تلویزیون نیا کردن اعلی حضرت، سینما می رفتیم باستی بلنشیم برای اعلی حضرت. آقا خسته شدن ملت از دست این آقا، از دست این آقا خسته شدن. این مردمی بود سابقه سیاسی داشت، یک روزنامه نداشت. آقا یک در موضوع هویت میخوام به شما چیزی عرض کنم که داشتن رفته رفته
هویت زدایی ایرانی میکردن در زمان ایشون. حالا عرض میکنم چگونه. ما بچه که بودیم این عید نوروز شما به یاد دارم، منم به یاد دارم، آقا تخم مرغ رنگین بود، نمیدونم دید و بازدید بود، خیلی زیبا بود. ایشون انقدر نفوذ خارجی رو در ایران ارجح میدونست و خوب میدونست که چیزی نبود این نوروز رو تعطیل بکنه آقا ایشون. یعنی در زمان سال آخر مرحوم محمد رضا شاه ژانویه رو ایرانیای مسلمون جشن میگرفتن که از نوروز خبری. خیلی کم رنگ شده بود نوروز عزیز من. شما این کسافتکاری ها که در جشن هنر شیراز هم میشد میتونید، یعنی رفته رفته داشت طوری شده که اصلا توهین شده بود این داستان، توهین شده بود. در شیراز در جشن هنر آدم آورده بودن که دکان درست کرده بودن کنار خیلی بودن، این خیلی چون هنریه باید طبیعی باشه، یه کسی شلواری کسی رو پاره میکرد و ریت میکرد در زمان ایشون. سفیر انگلیس میگه که من فکر کردم این عمل اگر در منچستر انجام بشه مردم انگلیس نه تیکه تیکه میکنن. رفتم به شاه گفتم آقا این کاری که شما در شیراز کردین در کشور اسلامی در منچستر، گفت خندید گفت که مدرنیت هست دیگه، تجدد اینجوریه، اینجوری هم چیز لاتایلی جواب دادیش. آقا میشه همچی چیزی؟ شما فکرشو بکنید که شما در این کشور همچی از این کارا بکنید. و بعد ارتباط ایشون و دربار، راست میگید دست توده خیلی قوی بوده که هی فاصله دربار با مردم زیاد کرده و استبدادو سنگین کردن دیگه، بله، برای سرکوب اینا، یعنی شاه رو روندن به یک گوشه، بله. ولی لازمه اینا آقای فرزند بستن احزاب مملکت، تعطیل قانون اساسی، بستن روزنامه ها، این خفقان سنگین نبود. شما نمیتوانید از یک سو اقتصاد مملکت رو جلو ببرید کما که پیشرفته بود، یعنی درآمد ایرانی نمیدونم از 50 تومان رسیده بود به 1500 تومان، و بعد راه‌ها و سرویس هوایی اونقدر تمیز و مرتب مثل ایران ایر بسازید، جت های نمیدونم 747 سوپر بخرید، راه باز باشه به اروپا، مردم اینقدر سفر بکنن کشور متحد، بعد برگردن و دانشجو نتونه تو محیط دانشگاه یک کلمه حرف بزنه ترس ساواک آجان. آقا نمیشد این مملکت اینجوری اداره کرد، منفجر میشد. بنابراین برمیگردیم به حرفی، وقتی که ایران جستجوگر آلترناتیو شد، آلترناتیو به چنگ نیامد، مردان سیاسی نداشتیم، رجال سیاسی صاحب نام مشهور و که دارای اون کاریزمای سیاسی که مردم نداشتیم، دو سه نفر بازماندگان عهد مصدق بودن، اون آقای سنجابی و همین آقای بختیار که بعد این عرض و لیاقت را خودشون داد، یه آدم درجه سه روزگار بود، دکتر مصدق مگه نبود؟ بختیار که آدم سنگین وزنی نبود در روزگار دکتر مصدق، درسته؟ ولی این جرأت رو داشت، بله، داشت این آدم، این شناخت درست هم داشت. پس من از شما خوشحالم این حرف کشیدم بیرون، آدمی که شناخت داشت، جرأت داشت، لیاقت داشت، هر روز زندان بود، هر روز آقای بختی و ساواک میومد، ولی آخر سر پای منافع ملتش رسید. کی؟ اون دور بختیار اون دوران زندان رو فراموش کرد و آمد سکان کشور به دست گرفت، درست؟ اما بقیه این رجال و روشنفکران ایرانی رو که نگاه میکنید به طور دائم از توبره و از آخر از هر دو میخوردن. نه اصلا من بر اینم آقای فروزن، ما روشنفکر نداشتیم، آخرین روشنفکران ایران زمان رضا شاه بودن، در زمان او قطع جریان فکر در زمان رضا شاه شد، زمان محمد رضا یک پشت آدم کم سواد بی سواد بودن در میانه، از احمد شاملو، از نمیدونم اینا هم عوام بودن، از همین آقای آل احمد و هم. اینا عوام الناسی بودن که توانسته بودن شهرتی به دست بیارن. روشن فکر من نمیشناسم، یک قلم به دست داشتیم، دانایی های داشت همین آقای حاج جوادی. آقا این چه که این به شانه بش آقا وضع مملکت خرابه، شما دقت کنید در کارتون. چیز دیگری گفت، نه فوش داد، نه نمیدونم حزب داشت، یه قلم به دستی بود که یک قلم از دولت حقوق نمیگرفت، هم قلم زنی میکرد بیچاره حقوق میگرفت. حالا آقای حاجی جوادی شده ملعون و مطرود به خاطر میگن حاجی جوادی. آقا دو تا قلم، مگر با یک روزنامه صفحه باید دولت سقوط کنه؟ آقای حاجی جوادی رژیم رو ساقط نکرد، به طب مسئله به این حد اغراق‌آمیز نیست که شما. چرا من شنیدم آقا یک کسی از این طرفداران سلطنت میگفت من پیاده شدم از هواپیما، دیدم حاجی جوادی یکی از فرودگاه هاست، رفتم توف انداختم رو صورتش و گفتم تو رژیم رو ساقط کردی. از این حرفا هست در صورت یک نامه نوشته آقا، یا بدبخت دو تا نامه نوشته. همین حاجی جوادی هم اولین کسی بود که گفت آقا از این حکومت صدای پای فاشیست میاد. شما از دورانی که ببینید، شما خودتون اشاره کردید، پادشاه ایران وقتی از سوئیس میاد مردم دوستش دارن، این اولین پادشاه ایرانه که در سوئیس
از مهد دموکراسی اون دوران در واقع تربیت میشه، تحصیل میکنه، میاد و در حاکمیت هم که قرار میگیره، شما در 12 سال اول رشد احزاب رو در اینجا میبینید، رشد مطبوعات رو میبینید، همه اینها رو میبینید. شما باید تحلیل بکنید که در این 12 سال چه روی میده که این آدمی رو که از این تعادل برخورداره شما به یه گوشه میرونیدش. نه ببینید، ما با یک رهبری من دیگه، اولا ایشون کاری نبود که کاری بکنه. من تعجب میکنم که بعضی هم میگوین که اگر ایشون این کاری میکنه، این کار. آقا ایشون قرار نبود کار بکنه، ایشون بی خود کار کرد. ایشون میبایستی احترام سلطنت رو نگاه میداشت و کار نمیکرد. مردم باید کار میکردن آقا. نه من منظورم اینه، نه این سرون. بله. من برمیگردم سر این 12 سال. او. در ایران در این 12 سال چه اتفاقاتی افتاد که این شاه رو که مقام خودش رو درک میکرد در آغاز سلطنت رسوندش به جایی که شما میبینید کودتای 28 مرداد اساس چه اتفاقی افتاد از جانب غیر ایشون؟ چه اتفاقی افتاد اتفاق در ایران؟ اتفاق که شما میدونید چه اتفاقی افتاد، یک نهضت ملی شد. خب احزاب چپ هم بودن، حزب توده بود، خیلی هم قوی بود، ولی نه اونقدر قوی که ما تصور میکنیم. خب بعد موضوع نفت شد، آقای فروزنده، دکتر مصدق معامله نکرد با انگلیس، اینا در اندیشه برانداختن او بودن، با آمریکا توطئه کردن، کودتا کردن، ایشون رو برگردوندن. وقتی ایشون رو برگردوندن به ایران، دیگر اون پادشاه دموکرات سابق نبود، از اونجا تغییر کرد اوضاع احوال. یعنی ایشون رفته رفته قدرت رو به دست گرفت، سرکوب رو آغاز کرد، در همون نرسیده دکتر فاطمی رو تیبارون کردن، بعد حزب توده رو گرفتن و اون تعداد افسران رشید ایرانی که آقا فقط اندیشه‌ش این بود که توده‌ای بود، حالا فریب خورده بود یا عقیدش بود، این نبود که از پیش زن و بچه‌ش شما یه سرهنگ رو، یه سروان رو بکشین بیرون ببرین بنده تیربارون که میگه آقا چون توده‌ایه. بنابراین ایشون وابسته شد به سیاست خارجی آمریکا و ایشون روی کیزینجر و نیکسون و دیگران بیشتر حساب می‌کرد تا روی مردم ایران. با نخست وزیرش هم همیشه فرانسه صحبت میکرد، آرش میشد زبان فارسی حرف بزنه، همیشه مکالمات ایشون با هویدا این فرانسه بوده، خنده‌دار نیست؟ بعد شروع کرد رفته رفته و مجلس رو منحل کرد، عملا انتخابات رو مطلقا از میان برد و کسانی که به مجلس میرفتن با تایید ساواک. در دوران مصدق انحلال مجلس اتفاق نیفتاد؟ نه، اون یک انتخابات بود که کلم یکون شد با رأی مردم. این رو نچسبین لطفا، این هم یه چیزی سطح آب. چه جور رأی مردم گرفتن که نه اجازه بدین در یه چادر گذاشتن رأی آری، در یه چادر گذاشتن نه، درسته یا نه؟ اینم من بله درست میگید. نه خیلی درست میگید. خب این کجاش دموکراتیکه؟ رأی که قرار منفی با مخفی باشه، چجوری من باید اگه میخوام نه بدم برم توی یه چادر، اگه میخوام آری بدم برم توی چادر؟ چادر من نمیدم، چادر در تهران صندوق منظورمه. چرا گفتین چادر؟ برای اینکه زیر یه چادر بوده این انتخاب. این مغالطه اینجاست. نه مغالطه نیست، میگیم چادر، یه چادر و چادر زمانه منظورم نیست، چادر رأی صندوق ها بود و ایشون بر اثر کثرت خائنین در کشور، ایجنت های خارجی، خب گفت که این انتخابات چیز نبوده و من میخوام این انتخابات رو از نو رأی گرفت و انتخابات رو لغو کرد. مجلس نبست، مجلس ملی رو نبست. انتخاباتی که کرده بودن با در دوران خود ایشون انجام شده بود یا نشده بود؟ بله بله. نماینده کسانی هم که با ایشون بودن توصیه نکردن که ایشون این کار رو انجام بده. دکتر صدیقی به مصدق توصیه میکنه که این کار رو نکن. اجازه بدین، چون این دستاویز دوستان استبدادی هست. فرض بفرما شما هر کی با نظرتون مخالف باشه. نه نه نه، طرفدار استبداده. نه نه من نمیگم شما طرفدار استبداد نیست. نه نه نه، عرض کردم که طرفداران استبداد چسبیدن هیچ چیزی در پرونده دکتر مصدق پیدا، نه یک دلار روزید، نه یک توگوش کسی زد، نه کسی اعدام کرد. دکتر مصدق میگم بهم. یعنی این مرد نمونه اخلاق ایرانی بود و به قول یکی از دوستان شرافت و اخلاق رو ملی کرد در مملکت ما. متوجه هستین؟ بزرگیش در اینه. حالا فرض میکنیم که ایشون تقلب که نکرد، که نتیجه گرفتن، فرض کنیم که یک انتخابات لغو کرده، غلط هم بوده، شما اینو 27 سال مجلس ملی رو بستن، ساواکی‌ها رو بردن در مجلس ملی. نه خب من میخوام وقتی که شما میفرمایید که محمد رضا شاه پهلوی این کارو کرد، من میخوام بگم که فقط محمد رضا شاه پهلوی نبود،
که این کارو میکرد، مصدقم که نخست وزیر ملی ایران بود این کارو کرد. اگه هر دو اینو قبول بکنیم میتونیم با هم گفتگو این قابل این قابل بحثه که آیا این کار درست بود یا نبود، آیا تقلبی شد یا نشد در اون در واقع رأی گیری که میفرمایید. ولی اینکه شما مجلس ملی مملکت رو یکسره ببندید و مشروطه رو و قانون اساسی رو کوچکترین احترامی نگذارید آقای فروزنده و در آشغالدانی بیاندازید و علم میگوید میرویم به جشن مشروطه پرانتز ترحیم مشروطه و خون آزادی خواهان که برای مملکت برای آزادی نبرد کردن لگدمال بکنید و همه قدرت رو به دست خودت بگیری و وزرا رو خودت انتخاب کنید، به خودت به اونا بگوی خر و بعد بگید که این مملکت مال منه و هر که نمیخواد 700 تومن بیاد مملکت من بره. شما انتظار انقلاب ندارین در این مملکت دوست گرامی. من ببینید، من به هیچ وجه توجیه کننده به اصطلاح عرض مفقان در کشورم نیستم. ببینید تاریخ رو با اگر و مگر نمی‌نویسن، ولی من گمانم بر این هست از شواهد و قرائن که اگر 4 سال پیش از این ماجرا، بله 4 سال پیش از این ماجرا ایشون کنار میکشید، یک نخست وزیر ملی مثل بختیار انتخاب میکرد، انتخابات آزاد میذاشت، روزنامه ها رو آزاد میکردن، این اتفاق نمیافتاد. ولی اونقدر ایشون پیش رفته بود در خودخواهی و غرور، و غرور چه غروری، در آخرین مرحله پله غرور رو ایشون زمانی پیمود که رفتن به سنت موریس، کجا بود اسکی میکرد سنت موریس، بله آقای ژیسکار دیستان، اینو تمام مستندات تاریخ میگم، داستان نمیسازم، میگوید من میخوام اعلیحضرت پادشاه ایران رو ببینم، میگویند که ایشون وقت نداره که بیاد خدمت شما رو، میگه من میرم خدمتشون. این کار که اتفاق افتاد دیگه ایشون توی ابرا حرکت کرد و علم میگه من رفتم گفتم اعلیحضرت برای ناپلئون 200,000 جلد کتاب هست برای شما، اولیش من بنویسم و اینا. حالا خود علم هم آدم کم سوادی بود، وقتی برگشت ایران اون چنان به غرور ایشون دست یافته بود که فقط من میکرد، هیچ کس رو آدم حساب نمیکرد عزیزم، وزراش رو، وکلاش رو، نمیدونم. وقتی هم که به اوپک میرفت میگویند که شما قربان کارشناسان نفت ایرانی 10-12 نفر به خودتون ببرید، گفتم من خودم همه چیز میدونم، یک مش خر اقتصاددان ایران، یک مش خر به خودم ببرم، بله. و بعد علم میگوید که گفتم اعلیحضرت این که شما تصمیم میگیرید تنها خوب نیست برای دربار، اجازه بدید ما اجازه بدهیم متخصصین به دربار تردد کنن. میگوید که علم من فکر کردم که عقل درست حسابی داری، این که دولت در دولته که من که خودم عالم همه چیزم، ساواک هم که همه اطلاعات به من میده، من کسی رو لازم ندارم. که این شرایط طوری شده بود که یه حالت انفجاری در مملکت ما بود، همه دلیلا داخلی بوده آقای فروزنده. میدونید آقای مشیری، بعد از این گفتگوی امروز اگر من در یه موقعیتی قرار بگیرم، من شما رو به عنوان وکیل مدافع خودم حتما ازتون میخوام که قبول کنید و از من دفاع کنید. شما با این دفاعی که از استبداد میکنید یه روزی هم باید جواب بدین، اون موقع من از شما دفاع خواهم کرد. خواهش میکنم، ولی من هرگز شما رو به عنوان قاضی دادگاه انتخاب نمیکنم. نکنی بابا. برای اینکه شما در برخورد عزیزم من دارم به شما عرض میکنم که ما همه اعمال خوب این آقایان نبود که ما رو بیرون انداخت، اعمال بدشون بوده، این کجا قضیه اشتباهه؟ نه من نمیگم اشتباهه، من میخوام بگم که در این تحلیل هر چی خودم میخوام قانع کنم، چون یه فاکتوری رو میگید اون فاکتور رو نمیشه بحث کرد، بله اختناق وجود داشته در کشور و حزب سیاسی نبوده در کشور، بله. بله اینها بوده، بله، ولی فقط یک نفر نبوده، یک مجموعه بودن. ببینید اگر میگرفتن به زندان مینداختن، خب باید تن، همونطور که امروز نگاه میکنید میرن به زندان، شلاق هم میخورن، شکنجه هم میشن، خب باید قبول میکردیم، باید وایسیم سر حرفمون و اگر که به زندان هم قراره بریم باید بریم به زندان بابت گفتن حرف حق، بله درسته. ولی وقتی روشنفکرای جامعه یا سرشون به حزب توده بنده، یا به قول شما امروز دارید میگید تمام، میگید شاملو آدم عوامی بود، بود اخوان ثالث آدم عوامی بود. خبر شما گفتید، من نگفتم. پس چی؟ اخوان کیا رو میگید؟ من عرض کردم به گمان من علی شریعتی عوام بوده، بله، آقای آل احمد عوام بوده، احمد شاملو هم عوام بوده، و بودن عوام بودن، اینا از عوام بودن آقا.
میگید همه اینها که از عوام بودن، بله خب اینا مقصرن در این وضعیتی شما بودن. شما میفرمایید عزیز من آقا اینا سربلند روشنفکری جامعه ایران بوده. بله عزیز من ببینید، شما توجه بفرمایید، اینا باز ریشه پیدایش یک عامی مثل آل احمد و شهرتش همون استبداد رژیمه. عزیز من به شما عرض میکنم روشنفکری به معنی اخص کلمه از زمان رضا شاه به این سو ما نداریم. کورو کدوم روشنفکر؟ اینا که روشنفکر نبودن که، اینا یه مش آدمای عصبانی بودن. چرا ما روشنفکر داریم؟ کی مثل دکتر ناتل خانلری؟ ناتل خانلری فعال سیاسی نبوده و کاری هم نمی‌کرد. آیا ناتل خانلری ریس سخن ناتل خانلری جزء معدود آدم‌هایی است که میاد میره وای میسه و کار میکنه. روشنفکر ایرانی اون دهه که نگاه میکنید فقط تنها وظیفه‌ای که برای خودش میدونست رد کردن، نقد کردن، نقدم چیز بدی نیست، ولی کاملا فاصله گرفتن از جریان حاکمیت بوده به هر شکلش و به هر اندازش که بشه. اون جریان حاکمیت درست نبود عزیزم، حاکمیت نبود که. آقای فروزندی چه حاکمیتی؟ آخه شما اصلا معتقد به آزادی نیستید، قربونتون برم. نه دیگه نیستید، نه دیگه نیستید. شما میفرمایید که این ملت همش مستبد داشته. آخه چه حرفی شما میزنید؟ شما 120 سال تاریخ مبارزات سیاسی ایران رو نایده میگیرید، میگویید که از عهد شاه اسماعیل صفوی چی بوده. آقا جان من عرضم این است که این مملکت آزادی میخواست، مجلس ملی داشت، قانون داشت، قانون اساسی داشت، روشنفکران داشت، آدمای درست حسابی داشت. اینا اومدن این پدر و پسر به نفع آبادی آزادی را از مملکت گرفتن. اینا واسه مردم آزاد میکردن نه که آباد کنن. آقا خشمالی و تونل کندن و اینا که کارگر میگیریم انجام میده دیگه، افتخار نیست که فلان شاه اومد تونل کند. آقا تونل کندن کار شاه نیست که، شاه باید بنشینه اونجا ناظر بر عدالت میبود، همونطوری که مردم ایران خواستن که پادشاه آقا مقامی باشه بنشینه اونجا مثل یک دفتر اسناد رسمی بود، یعنی هر چیزی بخواد رسمیت پیدا کنه بره اونجا و اونجا رسمیت پیدا کنه، نه اینکه شاه بشه رئیس ساواک بگه که فلانی رو گرفتین چی شد فلان. خب ایشون بوده به مشاغلش میدونین چی بوده، معاون نخست وزیر بوده، رئیس ساواک بوده، رئیس تولیت آستان قدس بوده، 14 شغل داشته، 14 شغل داشته از محمد رضا شاه. اومدن به گفتن آقا نخست وزیر رو عوض میشن، این ساواک هم جزء وزارت کشوره بنابراین متزلزله، شما رئیس ساواک. آقا شاه مملکت رئیس ساواک بشه، بعد گزارش های شکنجه رو نم کتک و از ثابتی و دار دسته نصیری و اینا بگیره. این کارا بود دیگه. قربونتون برم. خیلی اولا خوشحال شدم امروز در خدمتتون بودم. شما بحث اگر چه ما اصلا به نه شما استدلال رو جوری چیدید که نمیشد سکوت شما یه طور آغاز کردید که ببینید آقای فرد من یه چیز میگم، شما هرگز مردم رو نفی نکنید. من هرگز مردم رو نفی نکردم. نفی مردمه. ببینید طرفداری از استبداد نفی مردمه و شما هر موقع میخواد از استبداد دفاع بکنید به نفی از آنها باید یا مردم رو نفی بکنید یا روشنفکر رو نفی بکنید یا خارجی رو چیز بکنید. آقا شما من ندیدم شما نقدی بکنید از استبداد. من فکر میکنم که هرگز شما از استبداد و استبدادی که بزرگترین اگر بیننده ها به برنامه امروز نگاه کنن میبینن که وزن نقد استبداد از سوی شما اینقدر سنگینه که دیگه ضرورتی نداره به ورود من به این میدون. من میبینم که جناب عالی یک طرفه میرید و فقط استبداد رو. عزیزم من اصلا اصلاحات مستبد رو نمیخوام، من تونل مستبد رو نمیخوام، من شخصا من میرزاده عشقی میخوام، من عارف قزوینی میخوام، من روزنامه میخوام، من ملک و شعراء بهار میخوام، من تونل نمیرم کندبان نمیخوام. تونل کندبان آقا پول داریم نفت داریم میدیم یا برای ما میکنن؟ خیلی ممنون قربون شما. با امید آقا مثلا یه جلسه دیگه واقعا داریم روی بحث هویت ملی به شرط اینکه شما نذاشین امروز. نه به شرط اینکه در اون پیش شرط ها شما یه چیزی نذارین که باز بحث مو شما واسه که برای من رفعنده خدمتتون بودم اون تصویری که فرمودید که فاطمی قلاده انداخته میدونم سگ گذاشته اینا رو بیاد اینا دوبار گفتید و من فکر نمی‌کنم مستنداتون درست باشه. قربان شما برم. شما برای واسطه خاطر شما البته. بینندگان عزیز باز هم از جناب بهرام مشیری دعوت خواهم کرد که با هم گفتگو بکنیم در زمینه هویت ملی ایرانیان، چون ایشون این گفتگو رو به من بدهکارن و انجام نشد و امیدوارم که در یه جلسه بعدی بتونیم این کارو واقعا انجام بدید. هر جا که هستید لب‌هاتون پر لبخند، دل‌هاتون شاد، به امید آزادی ایران، روزی که من و بهرام مشیری بتونیم این آزادی رو حس کنیم و با هم تعریف مشترکی از آزادی داشته باشیم. هر جا که هستید دنیا به کام شما باد.